با سلام و درود فراوان خدمت تمامی حاضران داخل جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از یوتیوب و رادیو تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنند. فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان را امروز در تاریخ 27 بهمن ماه 1401 مصادف با 16 فوریه 2023 در ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنند. در ابتدا من دست سردرکاران فراخوان را خدمتتون معرفی میکنم. سکه خانم زهرا باجلان با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در دی ماه 1401، سکوی خانم آیلار اسماعیلی با بررسی و تحلیل کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سکوی خانم مهین ایدر با موضوع سخنرانی تحلیل عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد، بحث آزادم با موضوع مشارکت دانشجویان و اساتید هنر در جنبش اعتراضی و عواقب آن ادامه خواهیم. منشی جلسه سرکار خانم مرضیه مهدیه، مسئولین ضبط و تدوین صدا سعید کومن و پویا حسابی، ادمین ها مرجان شبان نژاد، کسر ولیزاده، روزا جهانبین، من هم مونا احمدی پور مسئول جلسه در خدمتتون هستم. خانم زهرا باجلان عزیز، اگر آماده هستین که مایک در اختیارتون قرار بگیره. دوستان مایک رو در اختیار خانم باجلان قرار میدین. خانم باجلان هستن؟ دوستان صدای منو دارید؟ بله، صدای شما هست. میکروفون رو براشون باز میکنم اما باز نمی کنن. سلام دوستان، صدای من رو داریم؟ بله خانم باجلان. من متاسفانه تصویرم به مسئله خورده. الان داشتم تلاش کردم که کاری بکنم. الان تصویرتون هم دارید؟ درست شد؟ بله. تصویر میکنم. نه، خواهش میکنم. یک لحظه اگر. من هستم؟ من صدا رو ندارم متاسفانه، صدای جلسه رو ندارم. ما صدا و تصویر شما درست شد. سلام مجدد خدمت همه دوستان، در خدمتتون هستم با موارد نقض ماه گذشته. شیوا شعبانی بازیگر تئاتر به 6 سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد. شیوا شعبانی بازیگر تئاتر و سینما که پیش از این در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده بود، توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 5 سال حبس در خصوص این بازیگر قابل اجرا خواهد. به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، خانم شعبانی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال و در مجموع به 6 سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی، از جمله 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت عضویت در دستجات سیاسی، نوشتن در مجلات و فعالیت در فضای مجازی و 2 سال ممنوعیت کار در تئاتر و سینما محکوم شدند. بازداشت عیسی چولاندین، هنرمند اهل گیلان توسط اطلاعات سپاه. عیسی چولاندین، هنرمند، نقاش، گرافیست، مجسمه‌ساز و کنشگر اجتماعی بازداشت شد. این هنرمند ساکن رج در روز سه‌شنبه 20 دی ماه حوالی ساعت 3 بعد از ظهر توسط اطلاعات سپاه در منزلش واقع در این شهر بازداشت شد. بنا به گفته خانواده او، ماموران با تفتیش منزل، لوازم شخصی از جمله تلفن همراه، لپتاپ و همچنین برخی از آثار این هنرمند، از چهره برخی از کشته شدگان اعتراضات اخیر را که روی پارچه خلق کرده بود
ضبط کردن. ملیکا هاشمی خبرنگار بازداشت شده. ملیکا هاشمی خبرنگار خبرگزاری شهر روز شنبه اول بهمن بازداشت شد. به گزارش شهر ملیکا هاشمی امروز برای ارائه توضیحات به دادسرای اوین رفته و همانجا بازداشت شده. شاهو حسینی هنرمند کرد پس از انتشار ویدیویی از اجرای ترانه بلاچاو بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده شاهو حسینی هنرمند کرد پس از ترانه اجرای این ترانه در پاوه بازداشت شد. هادی یا عباس میرزایی کارشناس ارشد موسیقی از دانشگاه هنر علی‌رغم گذشت بیش از 50 روز از زمان دستگیری همچنان در زندان تهران بزرگ در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برد. یک منبع مطلع در خصوص بازداشت هادی میرزایی به هرانا گفته بود هادی روز شنبه 19 آذر در نزدیکی دفتر کارش در خیابان ستارخان تهران دستگیر شده است و تا کنون دو بار با خانواده تماس داشته که این تماس ها فقط کمتر از یک دقیقه صحبت کرده است. اولین تماس وی 24 ساعت بعد از دستگیری و دومین تماس بعد از دو هفته صورت گرفته و از آن زمان هیچ اطلاعی از او در دست نیست. مقامات مردمی محمد عباس‌زاده هنرمند اهل ایران و سراینده آهنگ ژنجیان آزادی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به 2 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. کیوان صمیمی فعال سیاسی و حقوق بشر که اخیراً پس از سالها حبس و تبعید از زندان سمنان آزاد شد در معرض پرونده دادگاه جدید قرار گرفته است. وکیل این فعال ملی مذهبی به امتداد گفته است در سومین روز آزادی موکلم آقای صمیمی به شعبه 29 دادگاه انقلاب فراخوانده شد. اما بنابر ضوابط و ملاحظات قانونی که در مورد احضار رعایت نشده بود موکلم در دادگاه حضور نیافت. معصومه بناگر احضار و بازداشت شد. خبرگزاری هرنا روز دوشنبه 10 بهمن ماه معصومه بناگر موزیسین و مدرس موسیقی کودک پس از احضار به دادگستری بوئین‌زهرای قزوین بازداشت شد. خانم بناگر به دلیل شرکت در مراسم جواد حیدری یکی از جانباختگان اعتراضات سراسری پس از احضار به دادگستری بوئین‌زهرای قزوین بازداشت و به زندان منتقل شد. معصوم بناگر موزیسین و مدرس موسیقی کودک است. مهنوش زارعی روزنامه‌نگار بازداشتی به صورت بلا تکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین به سر می‌برد. وی به بیماری میگرن مبتلا بوده و از دسترسی به داروهایش محروم است. خانم زارعی در اوایل بهمن ماه در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. یک منبع نزدیک به خانواده خانم زارعی در خصوص وضعیت وی گفت مهنوش از زمان بازداشت تا کنون تنها یک بار روز دوشنبه 10 بهمن ماه موفق به برقراری تماس تلفنی کوتاهی با خانواده شده و طی این تماس اطلاع داده بود که به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین منتقل شده است. همچنین وی به بیماری میگرن مبتلا بوده و از دسترسی به داروهایش محروم است. مسعود کردپور روزنامه نگار کرد سردبیر آژانس خبررسانی مکریان که از قریب به 5 ماه پیش تا کنون در بازداشت به سر میبرد توسط دادگاه انقلاب بوکان جمعا به 17 ماه حبس تعزیزی محکوم شد. مسعود کردپور روز سه‌شنبه مورخ 29 شهریور 1401 در منزل بازداشت شد. وی سپس به زندان اطلاعات ارومیه منتقل شد و تا کنون نیز در همین زندان به سر می‌برد. موارد نقض بازداشت‌های ماه گذشته مغایرت دارند با قانون اساسی در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 24 حق آزادی قلم و بیان، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون.
و مقایرت دارند با اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 21 حق دموکراسی و ماده 23 حق امنیت کار. در حوزه فیلم و سینما خبرهایی داریم که اولیش ماجرای فیلم برادران لیلا از قاچاق فیلم تا تشکیل پرونده قضایی برای ساخت آن. تهیه کننده فیلم برادران لیلا با اشاره به اینکه در ارتباط با ساخت این فیلم پرونده قضایی برایش تشکیل شده است و با سخت توصیف کردن این تنبیه برای سازندگان یک فیلم میگوید درخواست میکنم با توجه به نمایش نسخه تازه از فیلم در فرانسه تا یک ماه آینده شورای پروانه نمایش تکلیف فیلم را برای اکران قانونی داخل کشور مشخص کند. جواد نوروزبرگی تهیه کننده فیلم برادران لیلا که این فیلم را در دوره گذشته جشنواره فیلم کن حضور حساسیت زایی داشت و در این حال جایزه جشنواره را از آن خود کرد، در گفتگوی با ایستا درباره آخرین وضعیت پروانه نمایش این فیلم که قرار است به زودی نسخه بلوری آن در فرانسه نمایش داده شود و اینکه این اتفاق امکان دانلود و پخش و کپی غیرقانونی فیلم را به وجود می‌آورد توضیح داد، پس از پایان جشنواره کن در چند مرحله طی جلسات حضوری متعدد و نیز به صورت کتبی درخواست دادم که فیلم برادران لیلا در شورای پروانه نمایش بررسی و شرایط برای اکران مهیا شود، اما واکنش ها نشان میداد که انگار چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، در حالی که فیلم پروانه ساخت داشت و قاعدتا باید طبق قانون در شورای پروانه نمایش بررسی میشد. البته یک ماه پس از جشنواره کن رئیس سازمان سینمای تاریخی اعلام کرد تا تمام فیلم هایی که بدون پروانه ساخت تولید شده بودند برای دریافت پروانه نمایش مراجعه کنند، ولی ما پروانه ساخت هم داشتیم و این مسائل پیش آمده بود. به نظرم مقاومت شورا بر این بود که چرا قبل از اطلاع و بازبینی آنها فیلم به جشنواره کن ارسال شده بود، چون می شنیدیم که می گویند فیلم که به خارج از کشور ارسال شده دیگر چه دلیلی دارد آن را ببینند. البته این تناقض هم وجود دارد که برای فیلم های بعد از برادران لیلا مثل شب داخلی دیوار یا تفریق چنین برخوردی نشد، چرا که آنها فرصت بیشتری پیش از حضور در جشنواره ها داشتند. پیمان در یک خبر دیگه، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در برنامه خود به رئیس جمهور نوشته است متاسفانه سکوی فیلمو بدون توجه به مقررات به دفعات در حوزه تولید و انتشار سریال ها از اخذ مجوز گرفته و در مورد اخیر یا انتشار قسمت اول سریال سقوط که با موضوعی کاملا امنیتی و بدون اخذ هر گونه مجوزی ساخته و منتشر شده است، سیاست های نظام در خصوص نحوه حضور و فعالیت برخی بازیگران که در حوادث و اختشاشات اخیر برکان نظام توهین کرده و با پناه بردن به شبکه های سعودی و صهیونیستی قصد رهبری حوادث و نارام کردن فضای امنیتی کشور را دارند نیز مد نظر قرار نداده است. در همین راستا این پلتفرم با برهم زدن رویه های ممیزی محتوا، تامین مالی چهره های بعضن معترض را که در محلی برای حضور در رسانه ملی و یا تولیدات سینمایی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند بر عهده گرفته است. به عنوان مثال از قرار اطلاع برخی از چهره ها که حضور در جشنواره فیلم فجر و یا تولیدات رسانه ملی به اصطلاح تحریم کردن، در حال حاضر با بازی در آثار این پلتفرم یا دریافت پیش پرداخت های قابل توجه ضمن دهنکجی و ارکان نظام از این طریق به حیات سیاسی خود ادامه می دهند. رئیس صدا و سیما همچنین نوشته است خواهشمند است در خصوص مسدود کردن خدمات دامنه اینترنتی مسدود و حذف کلید آثار فاقد مجوز از ساترا از جمله سریال سقوط در تمامی پلتفرم ها دستور اکید صادر فرمایید.
توقیف بی سر و صدای شبکه مخفی زنان خبر بعدی هستش. نزدیک به یک ماه از توقف پخش سریال کمدی شبکه مخفی زنان به کارگردانی افشین هاشمی می‌گذرد و این سریال کماکان مجوز پخش ندارد. پس از پخش قسمت 20 سریال شبکه مخفی زنان در روز جمعه 9 دی ماه 1401 توزیع این سریال متوقف شد. الان یک ماه از توقف پخش سریال کمدی افشین هاشمی می‌گذرد، اما هنوز مشکلات آن برای توزیع قسمت‌های باقی مانده مرتفع نشد. به دنبال عدم پخش قسمت 21 فیلم نیوز در خبری اعلام کرد که سریال شبکه مخفی زنان توقیف شده و اجازه پخش ندارد. در واکنش به انتشار این خبر، محمد صادق افراسیابی معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی سات اعلام کرد هیچ مشکل جدی برای پخش سریال شبکه مخفی زنان وجود ندارد و مواردی که مطرح هست حتما با تعامل با پلتفرم گفتگو و حل خواهد شد. در خبر بعد داریم ابوالقاسم طالبی، از توهین به شجریان تا توهین به زنان سینماگر. ابوالقاسم طالبی فیلمساز حکومتی در برنامه 7 با الفاظ زشت و زننده به زنان بازیگر ایرانی که با کشف حجاب اجباری خیزش زن زندگی آزادی را همراه کردن توهین بی سابقه ای کرد. از سخنان او سخیف‌تر واکنش بهروز افخمی مجری برنامه 7 بود که کیفور و لبخند به لب نقش همان مستمعی را بازی میکرد که صاحب سخن را به شوق میآورد. حال و روز امروز این دو چهره سینمایی ایران تقریبا یکی است. هرچند برخلاف طالبی که تقریبا هیچ کدام از فیلم‌هایش از منظر سینمایی قابل بحث نیستند، بهروز افخمی حداقل در دهه 70 تصویر فیلمسازی کاربلد از خود نشان داده بود. ولی در هر دو به خصوص در یک دهه اخیر تلاش کردند با اتخاذ من با جلان عزیز تایم هم داشته باشید. مرسی. شما جلن هستین؟ مثل این که برای سیستمش مشکلی پیش اومده. چند دقیقه چند لحظه صرف کنیم، اگر که نایمدن ادامه میدیم. صدا و تصویر من هست؟ متاسفم من. بله بله دوباره برگشتیم. بله من با جلان عزیز به انتها برسیم، تایم هم در نظر داشته باشیم. بله. حالا روز امروز این دو چهره سینمایی ایران تقریبا یکیست، هرچند برخلاف طالبی که تقریبا هیچ کدام از فیلم‌هایش از منظر سینمایی قابل بحث نیستند، بهروز افخمی حداقل در دهه 70 تصویر فیلمسازی کاربلد را از خود نشان داده بود. ولی هر دو به خصوص در یک دهه اخیر تلاش کردن با اتخاذ مواضع رادیکال با به طبع جمهوری اسلامی به رغم مورد نفرت مردم قرار گرفتن جایگاهی در ساختار قدرت پیدا کنند. خبرهایی که در حوزه سینما خونده شد مغایرت دارند با قانون اساسی در اصل 24 حق آزادی قلم و بیان، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و مغایرت دارند در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 21 حق دموکراسی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و ماده 23 حق امنیت کار. من آخرین بخش این اخبار رو در نظر گرفتم برای خبری که متاسفانه شنیدیم از بافت تاریخی شیراز که با این تیتر در واقع انتشار پیدا کردی بافت تاریخی شیراز را تخریب نکنید. به گزارش
شبکه شب متن کامل بیانیه و اسامی امضا کنندگان آن در خلاصه به شرح زیر است. در طی چند روز گذشته انعکاس خبر ادامه تخریب بافت تاریخی شیراز برای توسعه حرم حضرت شاه چراغ، جامعه معماران و شهرسازان و پژوهشگران و دوستداران میراث فرهنگی را به شدت نگران کرده است. آثار و ابنیه تاریخی به وضوح هویت معماری، فرهنگ و سبک زندگی مردم یک دوره از تاریخ را به تصویر می‌کشند و به عنوان گنجینه گرانبها در اختیار نسل‌های بعد قرار می‌گیرند. بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی به عنوان تجلیگاه الگوهای فرهنگی و اعتقادی مردمان یک سرزمین در قامت عناصر مصنوع با هدف به سامان نمودن جریان زندگی انسان در مراتب معنوی و مادی و اطلاع وجود انسان بر پا و گذر زمان به عنوان شناسنامه‌ای برای معرفی بارزترین مشخصات یک جامعه شناخته می شود. بافت‌های تاریخی به عنوان هسته اولیه شهرهای تاریخی، مستردی شهری، قلبی تپنده شهرها، نماد فرهنگ شهری، نماد فرهنگ ملی و اسطوره های قومی هستند و به عنوان گنجینه ای از خاطرات جمعی و شیوه زندگی گذشتگان بار فرهنگی و هویتی شهر را بر دوش می‌کشند. بافت تاریخی شیراز با معماری منحصر به فرد که از زمان زندیه تا به امروز تاریخ گویای حیات اجتماعی و سیاسی مردم شیراز بوده، هسته نخستین تکوین این شهر زیبای ایران زمین است. بیش از دهه 40 ساخت و سازهای نابسامان ما بین حرم حضرت شاه چراغ و مسجد نو تبدیل آنجا به بافتی ناهمگون طرح توسعه حرم حضرت شاه چراغ را کلید زد. با هدف ساماندهی این محدوده فضای شهری، رستوران فضای تجاری ایجاد شد. اما با وجود اینکه در این طرح تلاش شد تا حس فضای مذهبی و روحانی را به مخاطب القا کند، زمین ساز استمرار و تکرارهای پی در پی با تفاوت‌های ظاهری در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به بهانه‌های مختلف اما با اشتراک بنیادی در نوع برداشت و عواقب شد که تا این لحظه بافت تاریخی شهر شیراز از روی آرامش ندیده است و هر بار بخشی از آن به بهانه توسعه حرم شاه چراغ و طرح بین‌الحرمین تخریب می‌شود. آنچنان که در نتیجه تخریب بیش از نیمی از بافت تاریخی 360 هکتاری پیرامون مرقد امام رضا به بهانه توسعه حرم، سرور کشیدن برج‌های مسکونی و تجاری نامناسب با هویت معنوی شهر است. ما معتقدیم ملت ایران مالکیت معنوی کلیه بناهای ارزشمند تاریخ این سرزمین را به عهده دارد و نهادهای مسئول موظف به پاسخگویی در برابر هر گونه آسیب و گزندی به این بنا هستند. حال زمان آن رسیده است که برای حفظ این میراث تدبیری اندیشیده شود تا بیش از این به هویت و فرهنگ کشور آسیب وارد نشود. بنابراین تقاضا داریم برای ایجاد شفافیت، کنترل و نظارت عموم بر میراث فرهنگی و تاریخی کشور ضمن اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، کلیه بناهای ارزشمند تاریخی شهر شیراز فوراً توسط وزارت میراث فرهنگی ثبت ملی شود تا مطابق با وظیفه ذاتی خود در طرح صیانت و پاسداری از این آثار ارزشمند قدم بردارد و همچنان از تداوم و تخریب بافت تاریخی شیراز جلوگیری به عمل آید. ممنون که به صحبت‌های من گوش دادین. من مادر رها. مرسی از شما خانم باجلان عزیز. متاسفانه مثل همیشه اخباری که بود پر از موارد نقص بود. همجور که گفتین آسیب‌های این حکومت خارج از هنر و هنرمند به آثار تاریخمون رسیده و فکر میکنم این فاجعه بارتر از اون چیزیه که شاید غیر قابل جبران باشه، چون این چیزیه که تاریخ و فرهنگ ماست. مرسی از شما دوستان. اگر کسی ایده‌ای داره، نظری داره، صحبتی هست، بگیم که برات مایک در اختیارتون قرار بگیره. اگر هم که نه بریم سراغ نفس رو بریم. فکر میکنم نظری نیست. بله،
در خدمت سرکار خانم آیلار اسماعیلی با بررسی و تحلیل کنوانسیون حس و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستیم. خانم اسماعیلی، مارک در اختیارتون قرار گرفته. با عرض سلام و خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی، در ابتدا در رابطه با کنوانسیون توضیح خواهم داد. کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد یونسکو در 33 اجلاس خود در پاریس اکتبر 2005 با تأکید بر اینکه تنوع فرهنگی ویژگی متمایز جامعه بشری است، با آگاهی از اینکه تنوع فرهنگی میراث مشترک انسان هاست و برای حفظ منافع عمومی باید به آن احترام گذاشت، با آگاهی از اینکه تنوع فرهنگی با ایجاد دنیای غنی و متنوع دامنه گزینش‌ها را گسترش می‌دهد و ظرفیت‌های انسانی و ارزش‌ها را تقویت می‌کند و به همین دلیل سرچشمه توسعه پایدار اجتماعات مردمان و ملت هاست. با یادآوری اینکه تنوع سر دموکراسی، تعامل آرا، عدالت اجتماعی و احترام متقابل بین مردمان و فرهنگ‌ها شکوفا می‌شود، برای صلح و امنیت در سطح محلی، ملی و بین‌المللی ضروری است. با پذیرش اهمیت تنوع فرهنگی در تحقق کامل مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مندرج در آن و دیگر اسناد شناخته شده جهانی، با تأکید بر ضرورت گنجاندن فرهنگ در سیاست‌های ملی و بین‌المللی، توسعه و همکاری‌های بین‌المللی توسعه به عنوان یک عنصر راهبردی و بر اساس اعلامیه 1000 سازمان ملل متحد و تأکید ویژه آن بر فرق‌زدایی، با در نظر گرفتن گونه‌های متنوع فرهنگ طی زمان‌ها و مکان‌ها و اینکه تنوع ریشه در اصالت و فراوانی هویت‌ها و بیان‌های فرهنگی ملت‌ها و جوامع تشکیل دهنده جامعه بشری دارد، با تصدیق اهمیت دانش سنتی به ویژه نظام دانشی بومیان به عنوان منبع سرمایه معنوی و مادی و سهم مثبت آن در توسعه پایدار و همچنین نیاز به حفظ و ترویج مناسبت، با پذیرش نیاز به اتخاذ اقداماتی برای حفظ تنوع بیانهای فرهنگی و محتوای آنها، به خصوص در شرایطی که این بیانها در معرض نابودی و یا آسیب جدی قرار می‌گیرند، با تأکید بر اهمیت فرهنگ در انسجام اجتماعی به طور کلی و توانایی ویژه آن در بهبود جایگاه و نقش زنان در جامعه، با آگاهی از اینکه تنوع فرهنگی با جریان افکار تقویت می شود و با تعامل و تبادل دائمی بین فرهنگ ها گسترش می یابد، با تأکید دوباره بر اینکه آزادی اندیشه، بیان و اطلاعات و همچنین تنوع رسانه ها باعث شکوفایی بیانهای فرهنگی در جوامع می شود، با تصدیق اهمیت تنوع بیانهای فرهنگی از جمله بیانهای فرهنگی سنتی که به افراد و ملتها اجازه می دهد تا به تبادل افکار و ارزشهای خود با دیگران بپردازند، با یادآوری اینکه تنوع زبانی عنصر اساسی تنوع فرهنگی است و با تأکید دوباره نقش اساسی آموزش در حفظ و ترویج بیانهای فرهنگی، با توجه به اهمیت حیاتی فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ اقلیت‌ها و بومیان که در آزادی برای خلق، اشاعه و توزیع بیان‌های فرهنگی سنتی و دسترسی به آنها تجلی می‌یابد، به گونه‌ای که آنان بتوانند در تحقق توسعه خود از آن بهره برداری کنند، با تأکید بر نقش تعامل و خلاقیت فرهنگی در تقویت و احیای تنوع بیان‌های فرهنگی و تحکیم نقش کارزاران توسعه فرهنگی در جهت منافع کل جامعه، با تصدیق اهمیت حقوق مالکیت فکری در حمایت از کسانی که در خلاقیت فرهنگی نقش دارند، با اعتقاد به اینکه فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی چون دربردارنده هویت‌ها، ارزش‌ها و معانی‌اند، ماهیت اقتصادی و فرهنگی نیز دارند و نباید فقط محصولاتی تجاری تلقی شوند. با اشاره به اینکه روندهای جهانی سازی که زاییده توسعه سریع فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات هستند، شرایط بی‌سابقه‌ای را برای تقویت تعامل بین فرهنگی فراهم ساخته و در عین حال در زمینه تنوع فرهنگی چالشی پدید آورده است، به خصوص با در نظر گرفتن خاطرات ناشی از عدم تعادل میان کشورهای غنی و فقیر. با آگاهی از رسالت ویژه یونسکو برای تضمین احترام به تنوع فرهنگ‌ها و توصیه به انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی لازم و
برای ترویج جریان افکار به وسیله کلام و تصویر با رجوع به مفاد اسناد بین المللی مربوط به تنوع فرهنگی و رعایت حقوق فرهنگی مصوبه یونسکو به ویژه اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی سال 2001 این کنوانسیون را در تاریخ 20 اکتبر 2005 تصویب می‌کند. اهداف و اصول اساسی اهداف کنوانسیون عبارتند از حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی، ایجاد شرایطی برای شکوفایی و تعامل آزاد فرهنگ‌ها به شیوه‌ای که منافع متقابل را تضمین کند. تشویق گفتگو میان فرهنگ‌ها به منظور تضمین مبادلات گسترده و متوازن فرهنگی در جهان برای احترام به فرهنگ‌ها و فرهنگ صلح. تقویت و توسعه مناسبات بین فرهنگ‌ها برای برقراری پیوند میان ملت‌ها. ترویج و احترام به تنوع بیان‌های فرهنگی و افزایش آگاهی از ارزش آنها در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی، تاکید دوباره بر اهمیت ارتباطات میان فرهنگ و توسعه برای همه کشورها، به خصوص برای کشورهای در حال توسعه و حمایت از اقدامات ملی و بین‌المللی که برای تضمین شناخت ارزش واقعی این ارتباط صورت می‌گیرد. به رسمیت شناختن ماهیت متمایز فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی به عنوان ابزار هویت، ارزش‌ها و معانی. تایید دوباره حق حاکمیت دولت‌ها در حفظ، تصویب و اجرای سیاست‌ها و اقداماتی که برای حفاظت و ترویج بیان‌های فرهنگی متنوع در قلمروهای خود مناسب می‌دانند. تقویت همکاری و همبستگی بین‌المللی بر مبنای تشریک مساعی برای حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی به ویژه برای تقویت ظرفیت‌های کشورهای در حال توسعه، اصل احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی. حفظ و ترویج تنوع فرهنگی فقط در پرتو تضمین حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مانند آزادی بیان، اطلاعات و ارتباطات، همچنین آزادی افراد برای انتخاب بیان‌های فرهنگی امکان پذیر است. هیچ کس نباید از مقررات این کنوانسیون برای تضییع یا محدود کردن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر یا تضمین شده در حقوق بین‌المللی استفاده کند. اصل حاکمیت دولت‌ها طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین‌المللی حق دارند اقدام‌ها و سیاست‌هایی برای حفاظت و ترویج تنوع بیان فرهنگی در قلمرو خویش اتخاذ کنند. اصل تساوی منزلت و احترام همه فرهنگ‌ها برای حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی، پذیرششان و احترام برای برابری همه فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ اقلیت‌ها و بومیان ضروری است. اصل همبستگی و همکاری بین‌المللی هدف و همبستگی بین المللی باید توانمندسازی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه در خلق و تقویت ابزار بیان فرهنگی از جمله صنایع فرهنگی نوپا و تثبیت شده در سطوح محلی، ملی و بین المللی باشد. اصل مکمل بودن جنبه های اقتصادی و فرهنگی توسعه، فرهنگ یکی از سرچشمه های اصلی توسعه است. بنابراین جنبه های فرهنگی و اقتصادی آن اهمیت یکسان دارد. مشارکت در آن و بهره‌مندی از آن حق مسلم همه افراد و ملت هاست. اصل توسعه پایدار تنوع فرهنگی سرمایه غنی برای افراد و جوامع است. حفظ، تربیت و نگهداری آن شرایط اساسی تحقق توسعه پایدار به سود نسل حاضر و آینده است. اصل دسترسی یکسان دسترسی یکسان به گستره غنی و گوناگون بیان‌های فرهنگی در سراسر جهان و دسترسی فرهنگ‌ها به ابزار بیان و اشاعه عوامل مهم تقویت تنوع فرهنگی و تشویق تفاهم متقابل است. اصل سعی صد و توازن دولت‌ها به هنگام تدوین برنامه‌های حمایت از تنوع بیان‌های فرهنگی باید به روشی مناسب سعی صد را در برابر سایر فرهنگ‌های جهان ترویج و سازگاری آنها را با اهداف کنوانسیون حاضر تضمین کند. زمینه کاربرد کنوانسیون این کنوانسیون در مورد سیاست‌ها و فعالیت‌هایی که کشورهای عضو برای حفظ و ترویج تنوع بیان فرهنگی خود در پیش می‌گیرند اجرا خواهد شد. تعریف اصلاحات کنوانسیون تنوع فرهنگی به روش‌های گوناگون اطلاق می‌شود که گروه‌ها و جوامع برای بیان فرهنگ‌ها به کار می‌گیرند. این بیان‌ها از طریق گروه‌ها و جوامع و بین آنها انتقال می‌یابد. تنوع فرهنگی نه فقط در روش‌های گوناگون بیان تقویت و انتقال میراث فرهنگی بشر، بلکه در شیوه های متنوع آفرینش هنری، تولید، اشاعه، توزیع بهره‌مند، صرف نظر از ابزار و فناوری های مورد استفاده تجلی می‌یابد. محتوای فرهنگی، معانی نمادی، بُعد هنری و ارزش های فرهنگی منبعث یا بیانگر هویت های فرهنگی است. بیان های فرهنگی حاصل خلاقیت افراد، گروه ها، جوامع و دارای محتوای فرهنگی است.
فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی به فعالیت‌ها، کالاها و خدماتی اطلاق می‌شود که مستقل از ارزش تجاری احتمالی و ویژگی کاربرد و یا هدف خاصی دارند، حاوی انتقال دهنده بیان فرهنگی هستند. فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند هدف و یا در تولید کالاها و خدمات فرهنگی نقش داشته باشد. صنایع فرهنگی عبارتند از صنایع تولید و پخش کالاها و خدمات فرهنگی مندرج در سیاست‌ها و اقدام‌های فرهنگی به سیاست‌ها و اقدام‌های مربوط به فرهنگ در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی اطلاق می‌شود که یا اساساً بر فرهنگ متمرکزند و یا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تأثیر مستقیم بر بیان‌های فرهنگی افراد، گروه‌ها یا جوامع از جمله در خلق، تولید، اشاعه، پخش و دسترسی به فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی دارند. حمایت و پذیرش اقداماتی است به منظور حفظ، حراست و تقویت تنوع بیان‌های فرهنگی. ارتباط فرهنگی وجود و تعامل برابر میان فرهنگ‌های متفاوت و امکان ایجاد بیان‌های فرهنگی مشترک از طریق گفتگو و احترام متقابل است. فرهنگ ایران بسیار غنی، متمدن و میراث فرهنگی تاریخی ایران در جهان بی‌مانند است. مردم ایران نیز از این آیین فرهنگ خود با آگاهی یاد می‌کنند. ایران به عنوان یک کشور تاریخی در دوران باستان شاهنشاهی‌های چون شاهنشاهی هخامنشی را به خود دیده است و با وجود تغییرات سیاسی، مذهبی و تاریخی، ایرانیان ارتباط عمیق با گذشته خود را حفظ کردند. اگرچه زندگی روزمره در ایران نوین با اسلام شیعه در هم آمیخته شده، اما هنر، ادبیات و معماری بومی این کشور یادآور سنت عمیق ملی آن و فرهنگ ادبی گسترده تری است که در دوران پیشین در سراسر خاورمیانه و جنوب آسیا گسترش یافته است. از دیدگاه فرهنگی، بخش اعظم تاریخ نوین ایران به تنش میان مذهب شیعه و میراث فرهنگی ایرانی تعلق گرفت. با وجود غالب بودن فرهنگ پارسی، ایران همچنان به عنوان یک کشور چند قومیتی شناخته می شود و قومیت‌های لور، ارمنی، آذری، کرد، عربی، بلوچی و ترکی دیگر قومیت‌ها هر کدام دارای آیین‌های ادبی و تاریخی ویژه‌ای نیز هستند که قدمت بسیاری از آنها به صده‌ها پیش باز می‌گردد. به عنوان نمونه در مورد ارمنی‌ها این آیین‌ها به دوران پیش از میلاد مربوط می شود. این گروه‌های قومی غالباً با فرهنگ‌های همسایه در خارج از ایران ارتباط نزدیکی دارند. در مجموع میتوان عناصر فرهنگ ایرانی را که فراتر از مرزهای سیاسی ایران است به اختصار چنین برشمرد: زبان پارسی و گویش‌ها و لهجه‌های پارسی، جشن‌های ملی از جمله نوروز و شب یلدا و گاهشماری خورشیدی، فلسفه، دین‌ها و آیین‌های زرتشتی و مهرپرستی، هنر ایرانی، ادبیات و شعر پارسی، معماری ایرانی و خوراک ایرانی، فرهنگ‌های محلی اقوام ایرانی و موسیقی سنتی ایران. ایران به شدت بر فرهنگ‌ها و مردم جهان تا نقاطی چون ایتالیا، مقدونیه و یونان، روسیه، شرق اروپا و آسیای میانه، شبه جزیره عربستان، جنوب شرق آسیا، شبه قاره هند و شرق آسیا اثر گذاشته است. در کل تاریخ غنی ایران از راه هنر، معماری، شعر، دانش و فناوری، پزشکی، فلسفه و مهندسی اثر قابل توجهی بر جهان گذاشته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 83 را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص داده و در قانون مجازات اسلامی تخریب، مرمت آثار تاریخی، سرقت، قاچاق اثر از نظر قانونگذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی جامعه است و متناسب با جرم متخلف مجازات خواهد شد. اما این در حالی است که امروز شاهد تخریب مکرر آثار فرهنگی هستیم. جلوگیری از اقدام فرهنگی بومی و ایجاد سدی در برابر فرهنگ‌های نامانوس ضرورت توجه ویژه به میراث فرهنگی را دوچندان می‌کند و این در حالی است که با وجود اینکه 28 اردیبهشت ماه روز میراث فرهنگی نامگذاری شده است، اما شاهد تخریب مکرر آثار فرهنگی هستیم و با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 83 را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص داده و تکالیف دولت و مجلس را در مورد میراث فرهنگی تصریح کرده است، آیا این امر ضرورت توجه ویژه به این قانون را برجسته تر نمی کند؟ این اصل قانون اساسی از سوی دولت و مجلس لازم و رعایی است و برخلاف آن اقدامی نمی توان کرد. اما قانون اساسی مشروطه که تا پیروزی انقلاب اسلامی در جریان بود، فاقد مطلبی در مورد میراث فرهنگی است. این نقص را قانون مدنی در سال 1308 تکمیل کرد و در دو ماده حدود اختیارات دولت را در موضوع آثار تاریخی و آثار دیگر که دولت جهت انتقای عمومی در اختیار دارد و آثار تاریخی مقید بین آثار غیر قابل خصوصی اعلام کرد
و قانون مدنی بر مبنای فقه شیعه تنظیم شده است. تا سال 1309 در ایران قانون خاص و جامعی که موضوع میراث فرهنگی و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد و احکامش را بیان کند وجود نداشت. قبل از سال 1309 دو معیار برای حل و فصل موضوعات میراث فرهنگی در مراجع تصمیم گیری کشور وجود داشت. احکامی راجع به دفینه از قانون مدنی و قراردادهای قبل از آن و در بین سلاطین قاجار با کشورهای دیگر بود. مانند قراردادی در دوران ناصرالدین شاه که بعدها در دوران مظفرالدین شاه نیز تکرار شد. حق حفاری در ممالک محبوس ایران به فرانسوی ها واگذار شده بود که ده ها سال نیز ادامه داشت. اما در سال 1309 قانونی در مجلس به تصویب رسید به عنوان قانونی راجع به حفظ آثار ملی. قانون تشکیل وزارت اوقاف معارف و صنایع مستظرفه به جای کلمه میراث فرهنگی از کلمه ودایع ملی استفاده کرده بود، اما قانون سال 1309 هنوز هم در میراث فرهنگی جریان پیدا نکرده است و از آن هنوز هم به عنوان عتیقه نام برده می شود. برای آثار منقول و آثار ملی برای آثار غیر منقول قانون برای حفظ آثار ملی آیین‌نامه اجرایی هم دارد. سه سال بعد در سال 1312 به تصویب رسید و بعدها با اصلاحات و تکمله های هنوز اعتبار قانونیش را دارد. معیار و مبنای عملیات حوزه میراث فرهنگی در سطح کشور که در فصول مختلفی را شامل می شود، از شناسایی آثار فرهنگی تاریخی ثبت آنها، شیوه های حفاظت از آنها، نحوه جلوگیری از تعرض به آثار فرهنگی تاریخی، قانون راجع به حفظ آثار ملی تلاش کرده در حدود خود به زبان و ادبیات زمانه تصویب شود. رابطه مردم با همدیگر در رابطه با یک آثار تاریخی و رابطه دولت با مردم و وظایف متقابل مردم و حاکمیت راجع به میراث فرهنگی بیان کننده تکالیف دولت‌ها و تعهدات ملت و تلاش هر یک در این قانون به روشنی بیان شده است، اما متاسفانه از طرف دولت هیچ حمایتی در این باره صورت نمی‌گیرد. هرچند این قانون بر مبنای تحکم و امر عامه و اطاعت مردم نوشته شده و به روشنی تکالیف دولت را بیان کرده، اما شاهد حرکتی از جانب دولت نیستیم. قانونگذار تعرض به میراث فرهنگی را در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه می‌داند و کسانی که امنیت عمومی جامعه را مورد تعرض قرار می‌دهند مجازات خواهند شد. افعالی در قانون عتیقه ها در سال 1309 که بعداً در قانون مجازات عمومی سابق قبل از پیروزی انقلاب یک بار تکمیل شده که نهایتاً کاملترین شکل قانونی جزایی که ناظر بر میراث فرهنگی است که یکی از متنوع‌ترین قانون جزایی است، تخریب مرمت آثار تاریخی، سرقت، قاچاق اثر که از نظر قانونگذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی جامعه است، از نظر قانون تصویب شده تخلف و جرم معرفی شده که به دقت اعمال مجازات و متناسب با جرم تایید شده است. با امید بر ایرانی آزاد و آباد، مرسی که سخنرانی من رو گوش دادید. ممنون از شما خانم اسماعیلی عزیز. خانم جانبی مکتر خیالتون برمیگیره. خیلی ممنونم. من اول تشکر میکنم از خانم اسماعیلی بابت انتخاب این کنوانسیون و چند تا مورد رو میخواستم به صحبتاشون اضافه کنم. در مورد حالا این بحث تنوع فرهنگی که ما توی ایران داریم و هممون از اون مطلع هستیم و کلن کشور ایران میدونیم که کشور بسیار غنی و پرباری هست و تمدن بسیار قدیمی، اما متاسفانه توی زمینه توریستی و گردشگری متاسفانه خیلی ضعیف هستیم و میبینیم که این تنوع فرهنگی و این تنوع آثار باستانی رو ما به خوبی نمیتونیم نشون بدیم و نمیتونیم از توریست، از صنعت گردشگری به خوبی استفاده کنیم. یکی این مسئله، یکی هم یه مورد دیگه که هستش که فکر میکنم خیلی مهم هستش، بخش آموزش و پرورش هست که کودکان ما یا نوجوانان ما یا حتی در تحصیلات آکادمیک در زمانی که وارد دانشگاه میشن، بحث تاریخ و اون بحث میراث باستانی و آثار باستانی ایران به خوبی مطرح نمیشه، گفته نمیشه، آموزش داده نمیشه. و اگر که دقت کنید کتب مدارس کتاب تاریخشون اکثرا به بعد از اسلام توجه میکنن، یعنی از زمان
مثلا فرض کنید دودمان قاجاریه به بد نگاه میکنن که کشور یه حال و هوای اسلامی پیدا کرده. و حتی بعضی از کتاب ها در بعضی از حالا اون رده های سنی اسمش هم عوض شده و شده تاریخ معاصر ایران، یعنی باز هم یه رده یه حال و هوای اسلامی داره. برای دانشجوهای هنر و دانشجوهای معماری و شهرسازی و گرافیک، اون کتب تاریخی که داره بهشون آموزش داده میشه باز هم به همین شکله و کلن دارن سعی میکنن که اون بحث تاریخی ایران، اون تنوع فرهنگی که وجود داره و اون تنوع آثار باستانی و میراث گردشگری که وجود داره نگاه اسلامی بهش بشه، نه اون چیزی که واقعا هستش. خب به هر حال شما خودتون میدونید، من الان اگه بخوام یه مثالش رو بزنم، بحث یزد هستش و اون آتشکده هایی که اصلا هیچ ربطی به اسلام نداره، که متاسفانه اینها با توجه به اینکه آموزش داده نمیشن و نسل جدید اصولا خودش به صورت خودکار و با استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی داره اینو یاد میگیره، نه از طریق آموزش و پرورش، خیلی نمیتونه به این مسئله توجه بکنه و این نتیجهش میشه که اگر که یه ساختمون قدیمی ریزش پیدا میکنه یا آتش سوزی میشه یا حتی خود مردم میرن روش یادگاری مینویسن، یا همین مسئله ای که خانم باجلان هم توی گزارششون اعلام کردن، تغییر کاربری بافت قدیمی شیراز، محله های شیراز که داره اتفاق میفته، اینا همه ضربه میزنه به اون بحث تنوع فرهنگی. و به جای اینکه به این سمت بریم که خب حالا ما این از این تمدن قدیمیمون بتونیم استفاده بکنیم، توریست جذب بکنیم و به هر حال به بار مالی کشور کمک بکنیم، میبینیم که برعکس هستش و داریم نابودش هم میکنیم. و یه مورد دیگه هم که باز به صحبتهای خانم اسماعیلی عزیز اضافه میکنم، اکثر قوانین ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی پیش میره و بر اون اساس برای حالا مجرمین یا کسانی که بهشون میگن مجرم، جرایمی در نظر گرفته میشه. توی این قانون مجازات اسلامی از ماده 558ش تا 569ش کلن در مورد همین مسئله کسی که به آثار باستانی خدشه‌ای وارد بکنه یا به حال یه آسیبی وارد بکنه صحبت شده، که در بدترین حالتش جزایی که براشون در نظر گرفته میشه 1 تا 10 سال حبس هستش. یعنی حتی توی این نوع جریمه‌ای هم که شما نگاه می‌کنید، اون بحث آموزشیش لحاظ نشده، یعنی فرض کنید گفته نشده که شما باید بری این محل رو تمیز بکنی یا یک خدمتی بکنی، یک کار مفیدی بکنی برای این صنعت گردشگری یا برای این تنوع فرهنگی. کسی که بره حبس، خب چیزی بهش اضافه نمیشه، چیزی آموزش نمی‌بینه و وقتی که دوباره از اون حبس و زندان خارج میشه، شاید حتی با یک کینه خیلی بیشتری به اون آثار باستانی یا به اون تنوع فرهنگی و میراث ما نگاه بکنه. به هر حال میخوام بگم که کلن حتی توی اون نوع جریمه هم که در نظر گرفته شده، جای صحبت و بحث زیاده. مرسی از زمانی که در اختیار من قرار دادید. میکروفون در اختیارتون. مرسی خانم جوانبین عزیز، ممنون. واقعا بحث رو کامل کردیم و در مجموع صحبتاتون واقعا میتونم بگم که چیزی که در ایران داره پیش میره اینه که اسلامگرایی رو قصد داشتن که توی این 40 و اندی سال ریشه دار کنن توی همه بخش ها، ولی میشه گفت که خوشبختانه دین یک موضوع شخصیه، ولی هنوز هستم آدم هایی که براشون مهمه که چی سر کشور میاد، چی سر هنر، چی سر فرهنگ میاد و میخوان و مقابل این قاطی شدن دین با سیاست، با فرهنگ، با همه چی با ایستادن و با همه این تلاش ها بازم نتونستن که این افکار پوسیده خودشونو، این خواسته پوش خودشونو یه جوری به مردم القا کنن. ممنون از همگی. دوستان اگه که ایده این یا صحبتی نداریم که بریم سر مبحث بریم. خب
سکه خانم مهین ایده با موضوع تحلیل عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خدمتتون هستیم، مایک در اختیارتونه. سپاس خانم احمدی پور. عرض ادب و احترام خدمت همه همکاران محترم و عزیزان حاضر در جلسه و تمامی عزیزانی که برنامه ما رو از طریق یوتیوب و فضای مجازی مشاهده می‌کنند. قبل از هر سخنی تسلیت عرض می‌کنم به مناسبت 40مین روز درگذشت زنده یاد محمد حسینی و محمد مهدی کرمی و تمامی خانواده‌های داغدار و جانباختگان انقلاب پیشرو با شعار زن زندگی آزادی. امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با بررسی و تحلیل عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد و نحوه برخورد با عوامل تحت پوشش این وزارتخانه. از آنجایی که این بحث خیلی طولانی هست، این سخنرانی رو من به دو بخش تقسیم کردم. بخش اول رو امروز و بخش دوم رو در جلسه ماه مارچ کمیته خدمت عزیزان ارائه میدم. همونطور که میدونیم وزارت فرهنگ و هنر بعد از پیروزی انقلاب 1357 به وزارت ارشاد ملی تغییر نام داد و در 44 سال گذشته 13 وزیر بر مسند این وزارتخانه نشستن که هر کدوم به نوعی درگیر مسائلی بودن و یا به ناچار استعفا دادن و یا از طرف رؤسای جمهور وقت برکنار شدن. من در اینجا گوشه از ناکارآمدی ها سنگ اندازی های این وزارتخانه رو در خصوص افرادی که نقش موثری برای پیشبرد فرهنگ جامعه داشتن رو به اطلاع شما عزیزان میرسونم. وزارت فرهنگ و هنر بعد از پیروزی انقلاب 1357 در دولت موقت به وزارت ارشاد ملی تغییر نام داد و بعضی زیرمجموعه های وزارت اطلاعات و جهانگردی رو هم به عهده گرفت. ناصر میناچی اولین وزیری بود که بر مسند این وزارتخانه نشست. وزارت اما برای او بنیانگذار حسینیه ارشاد در تهران و از کسانی بود که در تهیه پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتند. چندان خوشیوم نبود و اون مدتی پس از استعفای دولت موقت بازداشت و زندانی شد. بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، دانشجویان خط امام ناصر میناچی را به عنوان به رابطه غیر متعارف با کشور آمریکا متهم کردند. یک روز بعد از طرح ادعاهای آنها در تلویزیون ایران، یعنی در روز 17 بهمن ماه 1358، وزیر ارشاد در منزل خود بازداشت شد. او 34 سال بعد در مصاحبه‌ای با وبسایت خبر آنلاین گفته است: شب ریختن خانه ما، یک فردی بود به نام آقای غفارپور که نمیدانم چه لجاجتی با ما داشت، ما را ممنوع خروج هم کرده بود. پیش از این ماجرا یک بار خدمت امام رسیدیم و گله کردیم که ما وزیر شما بودیم، این آقا یک قاضی معمولی است و ما را ممنوع خروج کرده، دیگر تا شاه عبدالعظیم هم نمیتوانیم برویم. بازداشت آقای میناچی با اعتراض و انتقاد اعضای شورای انقلاب بیشتر از 24 ساعت دوام نیافت. او بعد از آزادی اعلام کرد که علیه دانشجویان خط امام جرم خواهد کرد. مسئله ای که از سوی محمد موسوی خوینی ها حامی اصلی دانشجویان خط امام در آن زمان توطئه خوانده شد و تا مدت ها این دو نفر رویاروی هم قرار گرفتند. ناصر میناچی 5 بهمن ماه 1392 در سن 82 سالگی در تهران درگذشت. وزیر بعدی عباس دوزدوزانی بود که در زمان وزارت خود در وزارت ارشاد این وزارتخانه را تعطیل کرد. او عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و در کابینه محمد علی رجایی از سپاه به وزارت ارشاد آمده بود. او در مدت کوتاه وزارتش که با کشته شدن محمد علی رجایی نخست وزیر وقت پایان یافت، در اقدامی بی سابقه وزارتخانه مطبوع خود را تعطیل کرد. روزنامه اطلاعات 9 مهر ماه 1359 به نقل از آقای دوزدوزانی اعلام کرد که وزارت ارشاد ملی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد شد و این تعطیلی برای تجدید سازمان و تصفیه افراد در این وزارتخانه انجام و شامل مراکز و دفاتر وزارتخانه در شهرستان ها نیز می شود و فقط
بعضی از قسمت‌های وزارتخانه در شرایط کنونی به کار خود ادامه خواهند داد. او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی در قانونی بودن یا نبودن چنین اقدامی گفته بود که زمان زمان انقلاب و جنگ است. بر اساس گزارشی که روزنامه کیهان دهم مهر ماه 1359 منتشر کرد، عباس دوزدوزانی کارکنان وزارت ارشاد را طاغوتی خوانده و گفته بود که پرونده و سوابق کارکنان به طور کامل بررسی خواهد شد و کارمندانی که سر کارشان برگردند در کلاس‌های ویژه شرکت خواهند کرد تا از نظر ایدئولوژیکی تقویت شوند. این مسئله اعتراض و تجمع کارکنان وزارت ارشاد را به دنبال داشت که با درهای بسته محل کار خود روبرو شده بودند. عباس دوزدوزانی نماینده تبریز در مجلس اول و نماینده تهران در دوره‌های دوم و سوم مجلس بود و بعدها به ریاست شورای شهر تهران هم رسید. وزارت ارشاد ملی در دوران وزارت عبدالمجید معادی‌خواه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر نام داد. او قاضی شرع دادگاه انقلاب بود که در کابینه‌های محمد جواد باهنر و محمد رضا مهدوی‌کنی بر مسند وزارت نشست و در کابینه میرحسین موسوی در سال 1361 بر کنار و به بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی رفت. اکران فیلم برزخی ها با کارگردانی ایرج قادری و بازی ستاره های سینمای قبل از انقلاب همچون فردین و ناصر ملک مطیعی در دوران وزارت آقای معادی خواه جنجال برپا کرد. این فیلم درباره آغاز جنگ ایران و عراق بود. او در مصاحبه ای گفته است امثال آقای مخملبا فریاد با اسلاما سر می دادند. هیچ کس نیامد ببیند که اصلا داستان فیلم برزخی ها چیست. در آن هیاهو حوزه هنری سازمان تبلیغات و آقای مسیح مهاجری و روزنامه جمهوری اسلامی و کیهان و مجلسی ها همه بر علیه من بودند و هیچ کس هم نیامد از من دفاع کند. اصلا کسی جرأت نمی کرد دفاع کند. همین آقای مهدی کلهور قبل از اکران فیلم به اتاق من آمد و گفت این خیلی برایت گران تمام می شود. بر اساس گزارش سایت عصر ایران، اصطلاح دهه فجر از ابداعات عبدالمجید معادی خواست. پیش از آن سالگرد پیروزی انقلاب 1357 در یک هفته جشن گرفته می شد، اما با پیشنهاد آقای معادی خواه قرار شد فاصله 10 روزه 12 تا 22 بهمن با عنوان دهه فجر گرامی داشته شود. وزیر بعدی سید محمد خاتمی بود. سید محمد خاتمی از مؤسسه کیهان به وزارت ارشاد رفت و تا سال 1371 که استعفا داد وزیر ارشاد کابینه های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی بود. اون نمایشگاه کتاب را برپا کرد و بحث های مربوط به تهاجم فرهنگی در دوران وزارت او که به سهلگیری بر نویسندگان و اهل فرهنگ معروف بود شدت گرفت، تا جایی که سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روز 23 تیر ماه 1371 در جمع بسیجیان عاشورایی از وضعیت فرهنگی کشور انتقاد کرد و گفت کاری که از لحاظ فرهنگی دشمن می کند نه تنها یک تهاجم بلکه یک شبیخون، یک غارت و یک قتل عام فرهنگی است. همه آحاد مؤمن در این کشور باید کاری بکنند که امید آمریکا و صهیونیست‌ها و بقیه قدرت‌های دشمن از جمهوری اسلامی به کل قطع شوند. باید در مقابل انحرافی که ممکن است دشمن بر ما تحمیل بکند بایستیم. سخنان تند رهبر جمهوری اسلامی حملات به وزارت ارشاد و سید محمد خاتمی را شدت بخشید و پس از این سخنرانی بود که روزنامه‌های چون رسالت و کیهان در سلسله گزارش‌های هشدارهای رهبری درباره فضای فرهنگی کشور را مستمسک حمله دوباره به وزارت ارشاد و انتشار نشریات روشنفکری در آن روزگار قرار دادند و حمله به آقای خاتمی را شدت بخشیدند. سوم خرداد ماه 1371 آقای خاتمی در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت از وزارت ارشاد استعفا داد. او نوشته بود که در عرصه فرهنگی ایران با شکست شدن همه مرزهای قانونی، شرعی، اخلاقی و عرفی کار از نقد و ارزیابی ولو غیر منصفانه گذشته
و هر وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خاصی مباح شمرده شده است و بدین سان می رود که کار به کلی از روال منطقی و مشروع خارج شود و در نتیجه فضای ناسالم و آشفته پدید آید که فوری‌ترین اثر آن دلزدگی و عدم امنیت اندیشمندان و هنرمندان سالم و صاحب شخصیت و حتی مؤمن و شیفته انقلاب و اسلام است. استعفای آقای خاتمی واکنش‌ها و بازتاب‌های بسیاری در داخل ایران و همچنین رسانه‌های بین‌المللی علی به دنبال داشت. آقای خاتمی راهی کتابخانه ملی شد، اما در دوم خرداد 1376 با رأی 20 میلیونی مردم رئیس جمهور ایران شد. او برای دوره دوم هم با رأی 21 میلیونی بر مسند ریاست جمهوری نشست. علی اردشیر لاریجانی که مسئولیت جانشینی ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را داشت، جایگزین محمد خاتمی شد. برگزاری جشنواره مطبوعات در دوران وزارت او شروع شد. آقای لاریجانی در بهمن ماه سال 1372 از وزارت ارشاد استعفا کرد و چند ماه بعد از سوی رهبر ایران به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شد. پس از آقای لاریجانی، مصطفی میرسلیم بر مسند وزارتی نشست که اهل فرهنگ دوران وزارتش را بدترین دوران در میان وزرای ارشاد تا پیش از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد عنوان می‌کنند. به نقل از سایت اسب ایران، انتخاب کسی که رشته دانشگاهیش در خصوص مکانیک و سیالات بوده و اوایل انقلاب هم رئیس شهربانی بوده، بدون هیچ ذوق فرهنگی و هنری سکان وزارت فرهنگ و ارشاد را به دست او سپردند که از خطاهای اکبر هاشمی رفسنجانی در دولت دوم بود. جالب است بدانیم که مصطفی میرسلیم فرهنگ را همان ایدئولوژی میپنداشت. آقای میرسلیم فروردین ماه 1392 در برنامه شناسنامه شبکه سوم تلویزیون ایران مطلوب نبودن فضای نقد و نقد و بسته بودن فضای مطبوعات در دوران وزارت خود را قبول کرده است. عطاءالله مهاجرانی هفتمین وزیر ارشاد بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران بود که در سال 1379 از سمت خود کنارگیری کرد. از دوران وزارت او به عنوان دوران شکوفایی روزنامه‌های دوم خردادی یاد می‌شود، هرچند که در این دوران بسیاری از این روزنامه‌ها توقیف شدند. مجلس پنجم که در اختیار جناح راست بود، در سال 1378 عطاءالله مهاجرانی را استیضاح کرد، اما او با نطق دفاعیش توانست نظر مثبت نمایندگان را جلب کند و دوباره رأی اعتماد گرفت، اما از شدت حملات و انتقادات نسبت به عملکرد او در وزارت ارشاد کم نشد و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی گفت وزارت ارشاد در این دو سالی که ایشان در رأس این کار هستند هیچ کار اسلامی به عنوان اسلامی ارائه نداد. امروز فاسدترین رمان‌ها منتشر می شود. آقای مهاجرانی از وزارت ارشاد به ریاست سازمان گفتگوی ریاست سازمان گفتگوی تمدن‌ها رفت و دو سال بعد از این سمت هم کنارگیری کرد. احمد مسجد جامعی معاون فرهنگی مهاجرانی دومین وزیر ارشاد در دولت سید محمد خاتمی بود که تا پایان دوران ریاست جمهوری او بر مسند وزارت نشست. او در حال حاضر عضو شورای شهر تهران است. در 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد دو وزیر به عنوان وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی معرفی شدند. محمد حسین صفار هرندی از مسئولان روزنامه کیهان بود که بعد از برکناری از وزارت ارشاد مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه شد. سید محمد حسینی جانشین صفار هرندی در وزارت ارشاد هم یکی از نماینده هایی بود که در مجلس پنجم عطاءالله مهاجرانی را استیضاح کرده بودند. در دوران وزارت صفار هرندی و محمد حسینی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران کلم و خانه سینما بسته شد. پس از محمد حسینی هم علی جنتی وزیر ارشاد شده بود. علی جنتی در آغاز کار خود به عنوان وزیر ارشاد در سال 1392 ابراز امیدواری کرده بود که بتواند در این وزارتخانه ادامه دهنده راهی باشد که سید محمد خاتمی وزیر اسبق ارشاد آغاز کرده است. اما حالا و در فاصله کمتر از 7 ماه به انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود کنارگیری کرده و حتی نتوانسته دوره اول دولت را به
سر برسانند. زمزمه های استعفای آقای جنتی پس از کشمکش ها در خصوص لغو و برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای مختلف ایران و استعفای مدیر کل ارشاد استان قم مطرح شد. وزیر بعدی که به جای علی جنتی آمد، سید عباس صالح شریعتی زاده 1342 در مشهد، مشهور به سید عباس صالحی، فعال فرهنگی و حوزوی ایرانی، مدیر مسئول مؤسسه و روزنامه اطلاعات و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی است. او معاون سابق فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بود که به واسطه حضور در منصب معاونت فرهنگی و سرپرستی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد عرصه سیاست و رسانه شد. و اما وزیر کنونی را می شود پدیده هزاره سوم نامید. محمد مهدی اسماعیلی وزیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه 83 صفحه‌ای خود برای دولت 13 به شدت به وضعیت موجود در عرصه فرهنگ و هنر حمله کرده است و نهادهای صنفی مانند خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی و خانه موسیقی را مهمترین مرکز تولید بحران در جامعه ایران دانسته است. او در بخشی از این برنامه با ارائه آماری از تولید فیلم‌های سینمایی در ایران نوشته است که در سال 1397 از 77 فیلم رصد و تحلیل شده 59 فیلم مروج سبک زندگی غیر اسلامی ایرانی و تخریب کننده انقلاب اسلامی، 61 فیلم ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی حیا، 60 فیلم مروج وادادگی و تحقیر ملی و 55 فیلم القا کننده واگرایی دینی و ملی بوده است. اسماعیلی در برنامه پیشنهادی خود خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی دانسته که معدل فعالیت‌های آن در جبهه فرهنگی معارض انقلاب اسلامی دیده می‌شود. او همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متهم به تولید فیلم‌های ضد ارزش، غیر انقلابی و غیر اخلاقی و عدم اتخاذ موضع شفاف و برخورد در برابر فعالیت محکومین امنیتی و چراهی سینمایی همسو با اهداف دشمنان کرده است. در حوزه موسیقی نیز او از افزایش هولناک ورود گروه‌های خارجی انتقاد کرده، خانه موسیقی را مهمترین مرکز تولید بحران خوانده و نوشته است که شاهد اعطای مجوز به موسیقی راک و متال یا خوانندگان ترکیه‌ای، عدم حضور هنرمندان انقلابی در شوراهای موسیقی، اعطای مجوز به هنرمندان ضد ارزش ساکن خارج و احیای هنر و هنرمندان پیش از انقلاب هستیم. محمد مهدی اسماعیلی که در دولت احمدی نژاد معاون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت ارشاد بود، از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شد. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین. مرسی از شما خانم ایدار عزیز و بحث بسیار خوبتون. دوستان خانم جامین عزیز بفهمید. ممنونم. من اول از خانم ایدر تشکر میکنم بابت موضوع خوبی که انتخاب کرده بودن و ارائه دادن. فقط دو تا مسئله دارم که دوست داشتم به صحبتاشون اضافه کنم. مورد اول این که عمده فعالیتی که کلن این وزارت خونه ما داریم ازش میبینیم و داره انجام میده بحث سانسور رو فیلتر کردنه، یعنی میبینیم که مجوز پخش برای فیلم ها نمیدن، سریال ها رو سانسور میکنن، پوشش بانوان رو سانسور میکنن، مجوز برگزاری کنسرت نمیدن، بازیگر و هنرمند ممنوع کار میکنن و خیلی مسائل دیگه. اما از طرفی مثلا میبینیم که اگه بخوان پیگیر حقوق بازنشستگی هنرمندان بشن سختشونه، یا از نظر مادی معنوی اگر که بخوان از پیشکسوتان هنرمند حمایت بکنن بازم خیلی توانایی خاصی ندارن و نمیتونن و براشون محدودیت داره. یا حتی همین مسئله ممنوع خروجی که برای بعضی از هنرمندان پیش اومده، یا اینکه هنرمندانی که زندانی شدن، باز هم این وزارتخونه به جایی که در کنار هنرمندان باشه ما میبینیم که خیلی عملکرد مثبتی تو این زمینه هم نداشته. این یه مورد. و یه مورد دیگه هم که میخواستم اضافه کنم، کلن حالا خانم ایدر که سخنرانیشون دو بخش هستش، ولی
یه مسئله‌ای که هستش اصلا کلن ما برای این وزارتخونه هیچ وقت وزیر خانم نداشتیم. کلن ما توی جمهوری اسلامی فقط سابقه یک وزیر خانم داریم. اما این وزارتخونه یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلا سوای جنسیته و نصف هنرمندانی که توی ایران فعال هستن خانم ها هستن، حالا چه توی زمینه بازیگری، موسیقی، نقاشی، صنایع دستی و توی هر زمینه از هنر. و چیزی نیست که ما بگیم که خب این بحث جنسیتی توش داره و خانم ها صلاحیتش رو ندارن یا نمیتونن یا قدرتش رو ندارن، در صورتی که ما میبینیم که خب اکثرا این ادعا رو میکنن که بحث اسلام محدود کننده بانوان نیست و حتی اتفاقا آسون میکنه اینکه خانم ها در عرصه اجتماعی و سیاسی فعال باشن. اما الان این سوال مطرح میشه که چرا این وزارت خونه که نصف جمعیت هنرمندانش زنها هستن و زنها و بانوان تشکیل میدن، چرا تا حالا وزیر خانم نداشته؟ و این میتونه به معنی همون نگاه مرد سالاری باشه که توی کشور غالبه، یا اینکه باور بکنیم که متقاضی خانمی برای پذیرش سرپرستی این وزارتخونه وجود نداشته. من فکر میکنم اگر که توی تمام این سالها ما تجربه این رو داشتیم که یه مقداری این وزارتخونه آزادتر کار بکنه و تجربه این رو داشته باشه که یک بانوی سرپرست این وزارتخونه رو به عهده بگیره، لااقل این حجم از حجمی که علیه هنرمندان خانم اتفاق افتاده شاید واقعا اتفاق نمی افتاد، یا لااقل خیلی اون میزانش کمتر می شد. فقط این دو نکته رو میخواستم به صحبت‌های خانم ایدر عزیز اضافه کنم. مرسی از زمانی که به من دادید. میکروفون در اختیارتون. ممنون از شما خانم جهانگیر عزیز که صحبت های خانمی دارم کامل کردیم. دوستان صحبتی هست، نظری دارید؟ اگر کنی ها بریم سراغ بحث آزاد. مثل این که نظری نیست، بحث آزاد رو شروع میکنیم. موضوع بحث آزاد این جلسه با موضوع مشارکت دانشجویان و اساتید هنر در جنبش اعتراضی و عواقب آن شروع میکنیم. خیزش سرسری دانشجویان با حمایت استادان همراه بوده و همین باعث شده برخی استادان دانشگاه ها با بازداشت، تعلیق یا اخراج روبرو بشن. امضای بیانیه، تحریم کلاس های درس، حضور در تجمعات اعتراضی و استعفا از مقام دولتی از جمله روش های این اعتراضات بوده. برای مثال بیش از 200 استاد دانشگاه طی انتشار بیانیه ضمن حمایت از معترضان خواستار آزادی دانشجویانی شدند که در اعتصاب‌ها و تجمع‌های اخیر بازداشت شدند. یوسف عبازدری و علی شریفی از جمله استادان شناخته شده‌ای بودند که این بیانیه را امضا کردند. جمعی از استادان دانشگاه فردوسی مشهد نیز با انتشار بیانیه خواستار پایان دادن به هر گونه خشونت شدند. بعد از اقدامات دانشجویان معترض برای رفع تفکیک جنسیتی در صرف دانشگاه و بسته شدن آن توسط مسئولان، در شماری از دانشجویان بر روی زمین نشست و غذا خوردن. عادل فردوسی پور استاد گروه زبان انگلیسی نیز در مقابل صرف دانشگاه نشست و همراه با دانشجویان بر روی زمین غذا خورد. 121 تن از اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی نامه‌ای خطاب به رئیس دانشگاه از دانشجویان حمایت کرده و نسبت به بازداشت و تعلیق گسترده دانشجویان واکنش نشان دادند. قریب 600 نفر از استادان دانشگاه و استادان دانشگاه با امضای یک بیانیه خواستار لغو و تمامی احکام ضد حقوق مدنی علیه دانشجویان و آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان شدند. شماری از دانشجویان دانشگاه شریف با همراهی تعدادی از اساتید در سالن این دانشگاه در اعتراض به ممنوع‌الورودی شماری از دانشجویان و آزادی دانشجویان زندانی تجمع برگزار کرد. در این اعتراض عادل فردوسی پور در سخنان تایید کرد که جای دانشجو پشت میله زندان نیست. همه مردم ایران خواهان آزادی بی قید و شرط دانشجویان در بند هستند. سعید رحیم استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شریف نوشت که برای ممانعت از ضرب و شتم یک دانشجو به دست نیروهای حراست اقدام کرده، اما ناگهان از ناحیه سر و صورت شکم مورد اصابت مشت و لگد نیروهای حراست قرار گرفت.
نتیجه این همراهی اساسی با دانشجویان عاملی شد برای تعلیق و اخراج از کار تعلیق و اخراج از کار. برای مثال محمد راهب استادیار زبان و ادبیات در یک پست اینستاگرام خود از تعلیق خود به دلیل همگامی با اعتصاب دانشجویان خبر داد. نگار زیلابی از اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان اسلامی، از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه بهشتی نیز تعلیق شد و به دانشگاه ممنوع بود. نیلوفر رضوی از استادان معماری و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه بهشتی به علت همراهی با اعتراضات و به رسمیت شناختن حق اعتراض دانشجویان از سمت خود برکنار شد. و مثال هایی که هست بسیار زیاده، چون افراد زیادی بودن، اساتید دانشگاهی بودن که در این جنبش همراه دانشجویان شدن و نتیجه فعالیت هاشون مشخصا معلومه که چه اتفاقی افتاده، ممنون کار شدن، ممنون ورود شدن. و سوال اولی که به وجود میاد اینه که این اتفاقاتی که افتاده، مثل اصلیشون که دانشگاه صنعتی شریف بود، در داخل دانشگاه این اعتراضات صورت گرفته. من سوالی که میخوام شروع کنم اینه که به نظرتون این که در فضای دانشگاه این اعتراضات انجام بشه، این مخالفت اعلام بشه بهتره، یا اینکه نه در فضای خارج از دانشگاه؟ بچه تأکیدی هست که این که این اعتراضات در خود دانشگاه انجام بشه. خانم جرمین عزیز، ما در اختیارتونه. مرسی از شما. من اول نظرم رو در مورد پرسش شما میدم. ببینید، وقتی که یک صنفی توی اون محل کارش یا اون توی اون بخش خودش میاد اعتراضش رو اعلام میکنه، در واقع یه جورایی داره میخش رو محکم میکوبه. اگر که دکترا توی بیمارستان، اگر که وکیل ها توی اون صنف خودشون و انجمن خودشون و توی محل کارشون توی روبروی مثلا فرض کنید دادگستری اون اعتراض میکنن، یا اگر که دانشجویان در برابر دانشگاه این کار رو میکنن، میخوان اعلام کنن که ما دانشجویان هستیم که داریم این اعتراض رو میکنیم. چون که زمانی که وارد خیابونها بشن، قاطی مردم میشن، دیگه مشخص نیست که این کدوم نسل هستش و کدوم در واقع صنف هستش که دارین اعتراض رو میکنه. خب هم خوبی داره هم بدی داره. خوبیش این هستش که به هر حال مشخص میشه و ما به عنوان از بیرون میبینیم که چه قشری از جامعه موافق اون ایدئولوژی یا موافق اون نظر هستن. و بعدیش اینه که همونجور که شما خودتون گفتیم، میبینیم که ما توی متاسفانه توی پارکینگ دانشگاه حبسشون میکنن، یا اگر که استاد دانشگاه هستن تعلیق میشه، اگر که دانشجو هستش تعلیق میشه و خیلی راحت تر شناسایی میشه، یعنی زندگیش به خطر میفته، جونش و امنیتش به خطر میفته. و اون اوایلی که این خیزش انقلابی اتفاق افتاد، اکثرا این تفکر رو داشتن که هر قشری باید توی اون محل کار خودش اون اعتراض رو انجام بده. اما وقتی که میزان سرکوب خیلی زیاد شد و متاسفانه آمار بازداشتی ها و حتی کشته شدگان و آسیب دیدگان خیلی زیاد شد، کم کم به این نتیجه رسیدن که قاطی مردم عادی بشن و هیچ حد و مرزی وجود نداشته باشه که کمتر قابل شناسایی باشن. این در مورد نظرم بود در مورد پرسش شما. اما یه صحبتی هم که هستش در مورد این برخورد غیر انسانی که با دانشجو داره اتفاق میفته. ما یه منشور حقوق دانشجویی داریم که شاید هر کسی این رو ندونه و خود من هم زمانی که دانشجو بودم واقعا نمیدونستم، چون که اصلا در اختیارمون قرار داده نمیشه که بخوایم این بدونیم که جریان چیه و این حق و حقوقمون چیه. توی این منشور خب حالا بندهای مختلفی هست، اما من خیلی سریع، حالا برای اینکه خیلی هم زمان طولانی نشه و دوستان دیگه هم نظرشون رو بگن، یه چند تا آیتمش رو جدا میکنم که فکر میکنم جالب باشه. مثلا توی بند 8ش گفته شده که در مورد شرکت و یا برگزاری تجمعات مسالمت آمیز اعتراضی صحبت کرده که این حق دانشجوه. توی بند 9 و 10 و 11ش در خصوص عدم تفتیش عقاید، عدم دخالت در
زندگی شخصی و آزادی بیان اندیشه صحبت کرده و در مورد مسئله برخورد با دانشجویان معترض هم توی بند 20 و 21 این منشور نوشته شده که دعوت از دانشجو، حالا به قول خودشون دانشجویی که یه خلافی کرده یا معترض بوده و حالا باید باش صحبت بشه، توجیه بشه، حتما باید توسط شورای انضباطی دانشگاه انجام بشه و به صورت کتبی و با قید اطلاعات کامل و محل برگزاری جلسه ابلاغ بشه. یعنی اینجوری نباشه که ما میبینیم، متاسفانه واقعا متاسفم که یه همچی فیلمایی داریم میبینیم، اینجوری نباشه که شبونه مثلا بریزن توی خوابگاه دانشجو و یه دانشجو رو، ما فیلمشو هممون دیدیم که دارن از پا میکشن که به زور ببرنش برای حالا اون پرسش و پاسخهایی که انجام میدن و اون دانشجو التماس میکنه به دوستاش که کمکش کنن، نجاتش بدن. یا همین مسئله ای که دانشجو رو کلن توی دانشگاه زندانی میکنن، توی پارکینگ زندانی میکنن، یا دانشجوی ما میبینیم که اصلا یهو میبینید 3 روز اصلا خبری ازش نیست، حتی خانوادش هم نمیتونن باش ارتباط برقرار بکنن. یعنی اصلا تمام این مسائلی که داره اتفاق میفته با منشور دانشجویی که خودشون تهیه و تصویب کردن تضاد داره و توی بند 26 و 27ش هم گفته شده که دانشجو به حکم صادرش میتونه اعتراض بکنه و در تمام مدت رسیدگی به پروندهش اجازه حضور در کلاس‌های دانشگاه و استفاده از خوابگاهش رو داره. یعنی اینجوری نیست، به این معنی نیست که اگر که حالا با حجاب اجباری مخالفت کرده از فردا دیگه بهش اون امور اداری و خدمات اداری رو بهش نمیدن یا از خوابگاه اخراجش میکنن یا اجازه نمیدن بهش سر جلسه امتحان بره. تمام این اخباری که ما هممون داریم متاسفانه میبینیم و میخونیم و به گوشمون میرسه. مرسی از زمانی که در اختیار من قرار دادید. میکروفون در اختیارت. ممنون از شما خانم جهانبین عزیز و خانم باجلان، مایک در اختیارتونه، بفرمایید. سلام مجدد. در راستای صحبت‌های شما و خانم جهانبین من خواستم اضافه بکنم که قانونی وجود داره اصلا، حالا با توجه به اینکه در مورد حق آزادی بیان و اندیشه هم می‌خوام صحبت کنیم، ولی در راستای دانشجویان قانونی هستش که اصلا نامش هست قانون ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور. یعنی اصلا نیروی انتظامی اجازه ورود به دانشگاه و برخورد مستقیم با دانشجویان را نداره. حالا از اونجایی که جمهوری اسلامی از روز اول با خود اون نیرنگ به قول خودش شروع کرده و تا الان هم داره پیش میره، کاری که انجام میده برای دانشجو متاسفانه این هستش که مثل فاجعه کوی دانشگاه اتفاق رخ میده، منتها با لباس نظامی وارد نمیشن، یا مثل همین چند وقت پیش با لباس شخصی وارد میشن و در انتها میگن که نیروهای لباس شخصی بودن، نیروهای انتظامی نبودن و اطلاع نداشتن. این رو در این راستا انجام میدن. حالا این حجم وقاحتشون که بعدن دانشجوها رو به هر حال به خاطر حضورشون حتی در اون خوابگاه یا دانشگاه زندانی میکنن، ولی قبل از اون میان اعلام میکنن که نیروهای نظامی وارد دانشگاه نشدن، تو خودشون بر این آگاه هستن که قانون خودشون رو دارن نقض میکنن. این در مورد ورود، متاسفانه ورود نیروهای امنیتی و اون برخوردهای فاجعه‌باری که دیدیم با بچه‌های دانشجو داشتن که هممون به قطع خیلی ناراحت شدیم و هستیم همچنان. و در مورد حق آزادی بیان توی مبحث قبلی خانم جهانبین عزیز به این موضوع اشاره کردن که چرا، که به همین فکر می‌کنم مربوط بشه، که چرا وزیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد هیچ‌وقت یک وزیر خانم ما نداشتیم، یا چرا اینقدر سانسور این وزارت سانسوره. شما دقت بکنید، از زنان و هنرمندان گرفته دانشجویان و تمام اقشار جامعه متاسفانه کلن در موارد قانون اساسی براشون در کل نقضه. یعنی حق آزادی بیان ندارن، حق اظهار نظر ندارن، حق پوشش دلخواهشون رو ندارن و تمام اینها الان به اون جایی رسیده که انقدر این آزادی بیان و اندیشه گرفته شده، انقدر به حتی عقاید ادیان مختلف متاسفانه توهین شده، انقدر الان توی اخبار این ماه هم مجدده دیدیم و
بر حسب هر اتفاقی متاسفانه دوستان عزیز بهاییمون مورد ظلم قرار گرفتن، انقدر این حق آزادی وجود نداشته که الان در بستر جامعه این اتفاق این چنین رو داریم می‌بینیم. ممنون بابت صحبت که به صحبتام گوش دادین و مرسی بابت موضوع خیلی خوبتون برای بحث آزاد امروز. مرسی، من موضوع رها می‌کنم. ممنون از شما خانم باجلان عزیز، واقعا صحبت‌ها کامل بود، ولی فکر می‌کنم میتونیم از جهت دیگه هم نگاه کنیم به این موضوع. موضوعی که هست در مورد دقیقاً گفتیم واکنش هایی که به این اعتراضات نشون داده شده به اساتید، به دانشجویان، به حتی دانش آموزا، و موضوع اینه که اصلا چرا انقدر سختگیرانه برخورد شده، چرا انقدر حکومت به طرز، یعنی واقعا ترس واضحی رو داره از این همراهی اساتید و دانشجویان همراه با مردم در این خیزش سرسری، و واکنش ها از روز اول بسیار سختگیرانه بود و هرچقدر که گذشت واکنش ها تندتر شد. من بخوام نظر شخصیمو در این مورد بیان کنم، فکر میکنم جایگاهی که اساتید و دانش آموز و دانشجویان دارن، اینها همیشه چیزی که از بچگی گفتن، چیزی که از دوران مدرسه تو سرمان کردن، اینه که دانشجو آینده ساز یک مملکته و قطعا اثری که یک فرد دانشجو، یک فرد استاد داره، استادی که داره میآموزه، استادی که داره به ما یاد میده، یک بخشش بخش شخصی خودمونه برای زندگی خودمون و بخش دیگرش اینه که تأثیری که روی دیگران میذاریم. قطعا مردمی که به طور افراد عادی هستن، قطعا یک فردی که دانش، یک فردی که استاد عالی رتبه‌ایه، ایده اون، حرف اون و اون همراهی اون براش قطعا جایگاه خیلی بالاتری داره و قاعدتا دولت باید بترسه، و این ترسشو در جلوه‌های مختلفی نشون داد، با سختگیری‌هایی که کرد، با تعلیق از کارهایی که کرد، بلاهایی که سر دانشجوها آورد، دانشجوهایی که زندانی کرد، حالا در ادامه با تبعات و اتفاقاتی که برای دانشجوها توی زندان افتاد صحبت میکنیم، و این یه بحثشه، ترس دولت و چرا انقدر سختگیرانه با مردم برخورد کرد، با دانشجوها و اساتید برخورد کرده، و بحث دیگه‌اش هم میشه گفت انتظار مردم. من به این فکر میکنم که آیا ما به عنوان افراد معموله، یعنی معمولی که در همچین جایگاهی نیستیم، آیا این انتظاری که داریم، این انتظاری که میره باید با ما همراه بشن در این خیزش، آیا درست هستن؟ وقتی به این نگاه میکنیم که تبعاتی براشون داره، یک فردی که کل زندگیشو گذاشته برای این کار، چندین ساله که استاده، چندین ساله که تجربهش همین کاره، حالا خونه نشین شده، کارش ازش گرفتن و خیلی تبعات دیگر، این انتظاری که ما داریم از این همراهی آیا درسته؟ و به طور وضوح مشخصه که ما این انتظار داریم، و وقتی که همراه شدن در این خیزش برامون چه بسا خیلی هم خوشایند بود. خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم. دوستان نظری دارین برای ادامه این بحث؟ خانم جامین عزیز بفرمایید. مرسی از شما. حالا سعی میکنم خیلی خلاصه نظرم رو در مورد دوتا صحبتتون و دوتا سوالتون داشته باشم. در مورد بخش اول، اینکه چرا این حالا با اساتید و دانشجویان، به خصوص دانشجویان هنر، اینقدر برخورد خشونت آمیزی اتفاق افتاد که حتی ما خانم مدنی رو داریم که متاسفانه بعد از حدوداً 3-4 روز جسد ایشون که دانشجوی معماری بودن توی استان خوزستان، جسد ایشون پیدا شده بود. یعنی ببینید میزان خشونت تا چه اندازه هستش. فکر میکنم که این خشونت، این بازداشته، این شکنجه و این اعمال فشاره فقط مربوط به قشر اساتید و دانشجویان نیست، این شامل همه جامعه میشه، جامعه‌ای که صدای مخالفی داشته باشن با به هر حال دولت. من نمیتونم به عنوان شخصی جدا کنم و بگم که این
سرکوبی که داره برای اساتید و قشر دانشگاهی داره اتفاق میفته و قشر فرهنگی کلن اتفاق میفته پررنگتر هستش نسبت به اون سرکوبی که فرض کنید پیروان سایر ادیان دارن میبینن یا اقوام مختلف ایرانی میبینن. اینو من نمیتونم تفکیک کنم چون که دارم تو همه عرصه‌ها میبینمش متاسفانه. اما سوال دومتون در مورد انتظار مردم از اینکه حالا فرهنگیان و اساتید بخوان همراهی کنن. اول قبل از این صحبت و حالا نظرمو بگم، خیلی برای من جالب بود که دانشجوها قبل از اساتید بلند شدن، در صورتی که اگر که خفقانی هست، اگر که سرکوبی هست، ببینید دانشجویی که میره دانشگاه قرار از استادش یاد بگیره، ولی اینکه دانشجوها قبل از اساتید اعتراض میکنن و پیش رو هستن برای من خیلی جالب بود، به خاطر اینکه این ذهنیت باز دانشجوها و نسل جدید رو نشون میده و این شجاعتشون رو نشون میده که منتظر نبودن که تا اساتیدشون بهشون خط بدن یا اساتیدشون پیش رو باشن. و ما حتی توی شعارها میشنویم که میگن دانشجوها تو حبسن استادامون نشستن، یا خیلی از شعارهای دیگه‌ای که ما داریم میشنویم، یعنی این دانشجوها بودن که اون شجاعت رو به اساتید دادن تا همراه با مردم بشن و اون منفعت شخصی رو بذارن کنار و فکر حالا تعلیقی و اخراجی و ممنولکاری و این چیزها رو بذارن کنار و حامی دانشجوهاشون باشن و حتی کمکشون بکنن، حالا اعتراض مسالمت آمیز به چه شکل هست، و به هر حال کنارشون باشن و تجربیاتشون رو در اختیار دانشجوهاشون قرار بدن. اما در مورد بحث انتظار مردم از اساتید، من با این مبحث انتظار داشتن مخالفم کلن، چون وقتی که من از یک کسی یه انتظاری داشته باشم، اون شخص به خاطر حالا من ممکنه اون آره یا نه رو بگه و اون فعالیت رو داشته باشه. و توی ماهای گذشته ما این بحث رو داشتیم در عرصه سینما و بخش بازیگران و گفتیم که آیا این انتظار درست هست از بازیگری که با دولت کار نکنه. اگر که یادتون باشه ما یه همچین گفتگویی هم با هم داشتیم. من کلن با این انتظار داشتنه یا انتظار نداشتنه مشکل دارم و معتقدم که خود آدما، خود من باید به اون فهمه برسم، به اون درکه برسم. اگر که من به اون درکه برسم، نیازی نیست کسی بیاد به من بگه چی کار بکن چی کار نکن یا من از تو این انتظار رو دارم. و پای اون صحبتم، پای اون تصمیمم میمونم، چون که انتخاب خودم بوده. اما وقتی که یه نفر بیاد به من بگه که خب تو الان استاد دانشگاهی، تو الان دانشجویی، وضعیت کشور اینه، بیا یه حرفی بزن، بیا یه کاری بکن، به خاطر اون شرایطی که داره به من تحمیل میشه شاید موقتا بیام یه کاری بکنم که ارزش نداره به نظر من. برای همین معتقدم به جای اینکه فضا رو برای همدیگه سنگین بکنیم، بهتر هستش که به همدیگه کمک بکنیم، ایده بدیم، نظرمون رو بگیم، اما چیزی رو به همدیگه تحمیل نکنیم و از آدما خیلی بیشتر از حد توانشون انتظار نداشته باشیم. مرسی، من خیلی صحبت کردم. میکروفون در اختیارت. مرسی از شما، ممنون. فقط خیلی کوتاه من در جواب بحثی که داشتیم بگم. اول که گفتیم در مورد قشری که قشر دانشجو و استاد باشن، گفتم که اذیت و آزاری که میشه دقیقا موضوعی نبود که فقط به این قشر اذیت و آزار رسیده یا اینکه سختگیری پیش اومده. موضوع اینه که قشری که مهمه، میشه گفت یک قشر مهم مثل خیلی از قشرهای دیگه، مثلا قشر هنرمنده، و اینو دولت ندید میگیره که چه جایگاه مهمی داره و یه همچین برخوردی انجام میده، اینه که به نظر من غم انگیزه و این برخورد به این سنگینی انجام میشه. در مورد اون بحث و در مورد انتظار بگم، انتظاری که هست، من متاسفانه و خوشبختانه کلن مقابل شما، در مورد مثلا اساتید دانشگاه، شاید اون شخص این وقتی اون شخص این کار رو نمیخواسته انجام بده، ولی انتظار مردم، انتظار اون افرادی که هستن رو میبینه و چشم پوشی میکنه از این چیزی که خودش میخواد و با و کاملا واقع بینانه اون چیزی که ممکنه براش اتفاق بیفته که دیدیم تعلیق از کار یا حال هر چیزی رو میپذیره و همراه میشه، این هم برای من واقعا با ارزشه که یک نفر اون
ابعاد شخصی خودش و اون چیزی که میخواد و میذاره کنار و میگه که الان ملت من، مردم من این نیاز رو دارن و این توقع رو از من دارن، پس من خواسته خودم رو میذارم کنار و همراه میشن با مرد. من از این بود میبینم که اگر کسی این انتظار رو دید و روی اون چیزی که خودش خواست پا گذاشت و حتی تبعاتش هم به جون خرید، این واقعا فکر میکنم بخش مهم و با ارزشی باشه. خانم باجلان عزیز در خدمتتون هستیم، ما در خدمتتونه. مرسی، ممنون از شما. توضیحات خانم جهانبی خیلی شیوا و کامل بود، صحبت‌های شما هم در مقابل اون صحبت‌ها به هر حال نظرهای مختلف وجود داره. من در مورد دو بخشش می‌خواستم صحبت بکنم. بخش اول برخوردی که با دانشجوها اساسی و کلاً دانشگاه میشه. من اولش اشاره بکنم مجدد به صحبت کردن تمام این 5 ماه در جلسات کردم که این انقلاب، انقلاب آگاهیه، انقلاب دانسته هاست و انقلاب بچه هایی که دیگه امروز میدونن، تمام قشری که آگاهن. این موضوع پیش میاد که جمهوری اسلامی از روز اول از آگاهی وحشت داشته. شما نگاه بکنید دانشگاه از روز اول بستر مبارزه با جمهوری اسلامی بوده. ما سال 78 رو داشتیم با کوی دانشگاه، سال 88 جنبش سبز رو داشتیم، سال 98 رو داشتیم برای اون فکر کنم موضوع بنزین بود، بعد از اون هواپیمای اوکراینی رو داشتیم که باز چقدر توی دانشگاه ها جنبش شکل گرفت و الان که به هر حال این بستر به این بزرگی رو داریم. همونطور که خانم جهانبین گفتن، استاد دانشگاه کسی هستش که آموزش میده و داده یا اون دانش رو بهش میده و اون دانشجو تنها نیست، سالها داره این کار رو میکنه و زمانی که دانشجو زودتر از استادش بلند میشه، این باز برمیگرده به اون آگاهی زیادی که امروز بچه ها دارن و به یک نتایجی رسیدن که برای حقوق خودشون مبارزه بکنن. این بخش اولی که چرا این برخورد ها رو داریم با دانشگاه از جایگاه ترس جمهوری اسلامیه و از جایگاه شکلگیری تجمعات مثبت و تاثیرگذار در دانشگاه ها، مثبت و تاثیرگذار به خاطر اینکه قشری هستن که مستقیم روی جامعه تاثیر میذارن. وقتی دانشگاه ها شروع میشه شما میبینید که تمام مردم از شریف حرف میزنن، تمام مردم از دانشگاه چمران اهواز صحبت میکنن، از برخورد با دانشجو صحبت میشه و این خودش موضوع بولدی میشه که به یک اتفاق پرداخته میشه. و در مورد انتظار مردم از استادان دانشگاه هم که خانم جهانبین هم اشاره کردن، ما یک بحثی هم داشتیم، بحث آزادی در مورد هنرمندان که من توی اون بحث آزادم صحبت کردم با توجه به احترام زیاد به صحبت شما. من فکر میکنم از چه جایگاهی انتظار داشتن از انسان، ما هممون الان انتظار داریم مردم ایران برای حق خودشون کاری بکنن، ولی باید به این توجه داشته باشیم که هر کس در یک اندازه‌ای در یک حدی میتونه از ترس‌هاش عبور بکنه، هر کس یک توانایی داره برای ابراز اون اعتراضی که داره. این شامل تمام قشر جامعه میشه، از اساتید دانشگاه گرفته تا هنرمندا، بازیگرا، مردم عادی، دانشجوها. یکی میاد دیوار نویسی میکنه، یکی میره ایمیل میزنه، یکی نمیترسه از دیده شدن میرقصه، یکی دیگه نه نمیتونه این حجم از ریسک رو برای خودش بپذیره. من میگم یه سری این که مردم ایران واقعا قشر زیادشون الان مخالف جمهوری اسلامی هستن برای همه عیان و آشکاره، ولی اینکه تمام مردم ایران یک سری از کارهایی رو که حتی منی که اینجا نشستم انتظار دارم که ببینم انجام نمیدم، از نداشتن آگاهی تنها نیست، از ریسکیه که ما میتونیم بکنیم و از تواناییه که ما برای اون جایی که درش قرار میگیریم داریم. آیا من توانایی این رو دارم که با توجه به اتفاقاتی که خودم تصمیم گرفتم در زندگی ایجاد بکنم، مدت زیادی خانوادم رو نبینم؟ شاید من داشته باشم ولی کسی دیگه این توانایی رو نداشته باشه. من توانایی این رو دارم که اگر اعتراضی کردم درم زندان، شاید من داشته باشم، شاید من نداشته باشم و شما داشته باشید. این باعث میشه که یک ذره
بخش رو برداریم، یعنی اون تیکه استاد دانشجویی یا اون تیکه بازیگر یا اون تیکه همه اینها رو، حالا منهای کسایی که منفعت میبرن، من با اون اصلا کاری ندارم، تکلیفش کاملا مشخصه، ولی در راست اینو در نظر بگیریم که آدما بعض وقتا بر اساس توانایی هاشون یک سری کارها رو انجام میدن یا نمیدن. مرسی از شما و همه دوستان، من مادر رها میکنم. مرسی از شما برای توضیحاتتون و نظرتون و دوباره برگردیم سر همین انتظار. و من برای کامل شدن یک بحثی رو ادامه بدم، این که موضوع انتظاری که داریم میگیم، ما اصلا این جنبشی که هست، این تمامی این اتفاقاتی که تا الان رخ داده، موضوع اینه که ما اجبار رو برداریم، این اجباری که روی حکومت، روی مردم از طرف حکومت اعمال شده، این برداشته شه، یک آزادی عقیده و فکر و عملی پیش بیاد. و ما این اگه کلمه انتظار رو میذاریم، این اجبار نیست. من به این فکر میکنم، من به شخصه که یک نفر به عنوان استاد یا هنرمند وقتی همراهی میکنه، اکت قشنگتری داره، بازدهی قشنگتری داره. و وقتی یک کسی این کار رو میکنه، من به شخصه خود من اگر که در اون جایگاه بودم، چون جرأتش رو ندارم، خود من از اونایی بودم که شاید این کارو نمی‌کردم. دقیقاً موضوعی که شما گفتین. ولی وقتی که یکی این کارو میکنه، اتفاقاً من میگم واقعاً، یعنی به دید تحسین بیشتری نگاش میکنم. و این انتظاری که میگیم، آره این دید هست که چقدر قشنگ‌تره اگر که افرادی که در جایگاه بالایی هستن و در جایگاه خاصی قرار دارن، وقتی همراهی میکنن برامون خیلی قشنگتره، برامون خیلی مردم رو بیشتر به مسیری که دارن میرن، مردم بیشتری رو همراه میکنه. و این موضوع رو میگیم که اگر که این دیدگاه رو میبینن، اگر این خواسته مردم رو میبینن و دقیقا روی ترساشون پا میذارن و همراه مردم میشن، این واقعا تحسین نیاز داره. و این در مورد اون موضوع، این انتظار هست ولی اجبار نیست. هر کسی این کارو کرد، واقعا مشخصا از چیزهای دیگه ای براش مهمتره و اون خواستهای خودش رو قطعا گذاشته کنار، چون برای هممون مشخصه که هر کسی که ضد حکومت بود، هر کسی که چیزی خلاف خواسته حکومت زده، چه اتفاقاتی براش افتاده، چه از آدمهای معمولی روز، چه کسانی که در جایگاه خاصی قرار دارن. و برای ادامه بس دوست دارم به شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی یه بحثی هم در این مورد داشته باشیم، اینکه بعد از این اعتراضات یه تایم کوتاهی این تغییر کرد و همزمان با افزایش اعتراضات دانشجویی، شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان در آبان 1401 تغییراتی کرد و از 1 آذر به دانشگاه‌ها ابلاغ شد. تشدید مجازات‌های مرتبط با ضوابط پوشش و حجاب، حذف حق رویت مستندات پرونده توسط دانشجو، الزام گرفتن مجوز برای گروه‌های مجازی بالای 100 نفر، قانونی شدن اطلاع جزئیات پرونده به خانواده و تغییرات در تخلفات سیاسی از جمله مهمترین این تغییرات بوده. در این آیین‌نامه مجازات‌هایی که برای دانشجویان در نظر گرفته شده، شدیدتر شده و تا سقف اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا 5 سال، ابطال پایان نامه و رساله و مدرک تحصیلی افزایش پیدا کرده. چیزی که خونده شد، این آیین‌نامه اجرایی که ارائه شده، اگر به موضوع اجرایی شدنش نگاه کنیم، بند بندش تمامی قانون‌هایی که گفته شده و عملی داره میشه، تمامی حقوق رو میگیره از یک دانشجو. یعنی میاد اون فرد میاد یک اعتراض میکنه، هرچند بدون جنگ، بدون دعوا، باعث میشه که کل زندگیش، کل آینده‌ای که داره از دست بره. و فقط این مختص به اون زمان نیست، میاد تا یک تایم طولانی، خودتون دقت کنیم 5 سال تایم کمی نیست برای اینکه یک نفر رو بیای از این کاری که، از اون حرفه‌ای که داری انجام میدی، از اون کاری که میخوای برای آیندت انجام بدی، جدا میکنه. و کاملا هدف مشخصه، از ضوابط پوششی و اینا که دیگه بگذریم،
و فکر میکنم اینها وقتی که اعمال میشه انجام میشه، قصد حکومت همینه، یعنی میخواد اون چیزی که تو هستی خود خودتو ازت بگیره و هیچ چیزی از تو باقی نمونه. و خیلی ما اینو شنیدیم که حکومت دوست داره مردم رو به پوچی برن، چون این پوچیه، این نفهمیدنه، این آگاه نبودنه. وقتی یه نفر میره و میگه ول کن اصلا بذار زندگیمو بکنم، این یه امنیتی برای حکومت درست میکنه و دقیقا دنبال همینه که به وضوح میشه اینجوری دید. و خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم. خانم باجلان عزیز، مایک در اختیارتونه، بفرمایید. من خیلی امشب صحبت کردم، عذر میخوام. در راستای برای اینکه خوندین قوانین شرطی که مجدداً گذاشته شده طبق معمول و اشارتون به 5 سال، منو به یه موضوعی رسوند، همونجا من دست بلند کردم، که اینکه ما وقتی که این همه داره صحبت میشه در راستای اینکه اگر این حکومت پا بر جا بماند برای ایران اتفاقهای از این بدتر خواهد افتاد، قشر مستقیم که تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و خودشون به این موضوع آگاه هن که از همه زودتر از همه بیشتر داره دست خود قشر دانشجوه، یعنی اگر قرار باشه ما حتی به این فکر بکنیم که عملی، یعنی بهش فکر بکنیم که این بیانیه قابل اجراست و تصویب شده و 5 سال آینده رو بخوایم با این حکومت ببینیم، واقعا خیلی چیزهای بیشتر از اینی پیش خواهد اومد که الان توی این بیانیه خوندیم. متاسفانه حضور اینها هر سال که بگذره از اون سالی که اومدن و ریشه دوندن، هر سالی که ترسیدن، قوانین بیشتر و بدتر و سخت‌تری رو پایه‌گذاری کردن. درسته شما دارین میگین که وقتی که نگاه بکنیم به این اتفاقایی که برای یک دانشجو توی ایران میفته، آیندهش رو از دست میده، ممنون خروج میشه که حتی نتونه از کشور خارج بشه، تمام امکانات تحصیلیش ازش گرفته میشه، در همون راستا کار هم نمیتونه بکنه، اینا همه وحشتناک و قابل درکه. ولی اگر همین بچه ها بلند نشن و یک کاری نکنن، هر روز مستقیم تر و حتی با اتفاقهای خیلی کوچیکتری در این معرض قرار میگیرن و این اتفاقا براشون میفته و این روزها رو تجربه خواهند کرد. بیکاری، عدم داشتن تحصیل، فروپاشی اقتصادی، از دست دادن آینده، همه ماحصل حضور، یعنی استمرار حضور جمهوری اسلامی. برای همین باید برن. مرسی. ممنون از شما. بله همطور گفتیم این اتفاقایی که چشم اندازش کاملا مشخصه و متاسفانه. خانم جوانبین عزیز، ماک در اختیارتونه، بفرمایید. ممنونم. من حالا قبل از اینکه نظرمو در مورد صحبتاتون بگم، می‌خواستم از همه دوستانی که در جلسه تشریف دارن دعوت کنم که در بحث آزاد شرکت کنن، که ما با نظرات مختلف آشنا بشیم و صحبت‌های دوستان هم بشنویم. این یه مورد. اما در مورد این آیین‌نامه انضباطی که برای دانشجوها و دانشگاه تهیه شده، این دقیقاً نقطه مقابل همون منشور حقوق دانشجویی هستش که من چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم، که توی اون منشور حقوق دانشجویی از حق و حقوق دانشجوها صحبت شده و مطرح کرده و بر اساس اون منشور قاعدتا هیچ کدوم از این اتفاقاتی که تا الان افتاده و داره میفته نباید میفتاده و دانشجویی اصلا نباید توی بازداشت و بازداشت میشده و زندانی میشده و شکنجه میشده. این از این. اما از اونجایی که کلن این منشور در دست همه کس نیست و قاعدش این هستش که کسی که وارد دانشگاه میشه اصلا باید این منشور رو بهش بدن، اگر که مطمئن هستن از سیکل اداری خودشون، این منشور رو باید همون روز اولی که داره وارد اون شخص وارد دانشگاه میشه و ثبت نام میکنه در اختیارش قرار بدن که دانشجو با حق و حقوق خودش توی اون دانشگاه آشنا بشه. اما خب چون که اکثرا اطلاعی ندارن، متاسفانه ما میبینیم که
الان وضعیت اینی هست که میبینیم. اما یه صحبتی میخوام، در واقع یه یادآوری میخوام بکنم در مورد سال 1388 و بعد از سال 1388، یعنی اون اعتراضاتی که اتفاق افتاد. به هر حال دانشجو و دانشجویان و دانشگاه کلن خیلی درگیر اون اعتراضات بودن. یه بحثی مطرح شد توی دانشگاه ها که ما میایم تریبون آزاد برگزار میکنیم، دانشجوها و قشر فرهنگی بیان صحبتشون و نظرشون رو از طریق تریبون آزاد مطرح بکنن، صدا که اگه یادتون باشه حتی اون تریبون توی حیات در محوطه دانشگاه قرار میگرفت، دانشجو صحبتشون میکرد به امید اینکه پاسخی دریافت کنه. پاسخش این بود که اون دانشجو ستاره دار میشد، اخراج میشد و به هر حال نمیتونست دیگه درسش رو ادامه بده. و ما الان بسیار داریم از این دانشجوهای ستاره دار که متاسفانه درسشون رو تموم نکردن و حالا یه جورایی دارن امرار معاش میکنن. این صحبتی که شد خیلی یاد اون قضیه افتادم، دوست داشتم یادآوری بکنم از اون جریان. الان دیگه مدل اعتراض کردن خب فرق میکنه، همونطور که داریم میبینیم شعار میدن، توی راهپیمایی ها شرکت میکنن، توی اعتراضات شرکت میکنن. اما در مورد دانشجوی هنر نوع اعتراضی که دارن میکنن خیلی متفاوته و خیلی برای من جالبه. یه نوعی که دارن انجام میدن پرفورمنس های اعتراضی هست که دارن انجام میدن، اون اجرای زنده هستش که توی خیابون انجام میدن که هممون دیدیم. مثلا فرض کنید صحنه مرگ خدانور لجه‌ای رو شبیه سازی میکنن، خودشون رو به یه مثلا تیراهنی چیزی میبندن یا لباس خونی میپوشن و کف خیابون برای چند دقیقه خودشون رو به حالت جسد پهن زمین میشن و یه حرکت گروهیه، یه حالت اعتراضی داره بدون اینکه هیچ حرفی بزنن. یا من یادم حتی برای شب یلدایی که اتفاق افتاد، به هر حال همه بیانیه زدن که ما شب یلدا نداریم امسال به خاطر کشته شدگانی که وجود داره، دانشجویان دانشگاه دامغان اگه اشتباه نکنم دقیقا اومدن به یاد کشته شده های پرفورمنس اعتراضی با استفاده از انار اجرا کردن که یه جور شبیه سازی بود انار رو، حالا دونه های انار رو، اون رنگ سرخ انار رو به خون و به شهدا و به این چیزا تشبیه کردن و خیلی کار جالبی بود. و این میشه اون هنر اعتراضی که یک دانشجوی رشته هنر یا یه استاد رشته هنر میتونه داشته باشه. خیلی راه‌های مختلفی اعتراض کردن که حالا هر کدوم از دوستان اگر موردی یادشون میاد خوشحال میشیم که بشنویم. فقط این پرفورمنس اعتراضی که اجرا میکنن که پیام خودشون رو از طریق هنر به همه منتقل کنن خیلی برای من جالبه. مرسی، میکروفون در اختیارتون. مرسی از شما خانم جامین عزیز، دقیقاً به موضوع خوبی اشاره کردین در مورد نحوه اعتراض دانشجویان هنر که کلا من نحوه قشنگ میبینم. چون همینجا هم فکر میکنم خودتون دیده باشین حالت تئاتر خیابونی که اعتراضات رو به شکلی به نمایش میذارن، اتفاقات ایران رو به نمایش میذارن و فکر میکنم تأثیری که این مدل اعتراض داره و اثری که روی بیننده میذاره، اون شخص میتونه این باور و این اتفاق خیلی قشنگتر لمس کنه. و اگر که قرار باشه تأثیری گذاشته بشه، اگر که قرار باشه پیامی رسونده بشه، خیلی قشنگ داره تا اینکه بخوای با جنگ و دعوام کلا مخالف این چیزان، ولی بخوای به طرز خشونت‌آمیزی اعتراض خودتو بیان کنی، قطعا این سبک و این مدل میتونه بهتر باشه، میتونه قشنگتر باشه و خیلی بهتر اون پیامی که قراره برسونه رو برسونه. دوستان ایده ای هست؟ صحبتی دارین؟ خانم جان بفرمایید. من حالا یه چند تا چیزو در تکمیل صحبت شما، منم با صحبت شما موافقم. کلا فکر میکنم که خب حالا همه ما که در کنار همدیگه هستیم، اما هر کدوممون یک توانایی داریم و خیلی بهتر به نظر من هم که هر کسی بر اساس اون تواناییش کار بکنه و الان واقعا این اتفاق داره میفته.
از این بابت که فرض کنید که خب وکلا دارن به صورت رایگان پرونده کسانی که در بازداشت هستن رو میپذیرن، پزشکان دارن خدمات درمانی رایگان میدن، هنرمندان از هنرشون دارن استفاده میکنن و مثل همین پرفورمنس اعتراضی که خدمتتون عرض کردم دارن یه جورایی اطلاع رسانی میکنن و آگاهی رسانی میکنن. و یه چند تا مورد اعتراضی دیگه هم که دیدم برای من خیلی جالب بود و متوجه شدم که توی سطح جامعه هم خیلی تاثیر عمیقی داشت و واقعا توجه رو به خودش جلب کرد. یکی اون قضیه به رنگ خون در آوردن اون آبنماهای شهری بود که خیلی جالب بود که انقدر تاثیرش عمیق بود که فکر می‌کنم دقیقاً تمام آبنماهایی که رنگشون قرمز شده بود یه ساعت بعد انقدر سریع رنگش دوباره عوض شد و آبی شد، ولی خب اون اثر خودش رو گذاشت، اون فیلم‌هاش پخش شد. و یکی این خیلی برام جالب بود، یکی خانم باجلان هم فرمودن اون بحث دیوارنویسی و اون شعارهایی که روی دیوارا می‌نویسن یا حتی تصویر کسانی که اعدام شدن رو به صورت مهر درست میکنن و زیرش به هر حال یه هشتگ اعدامی مینویسن، یه کارای اینجوری میکنن که اینم خیلی اثرگذاره. و باز هم از کارهایی که دانشجویان هنر انجام دادن این بحث شعر و ترانه خوانی گروهی هستش که توسط دانشجویان دانشگاه هنر داره اتفاق میفته، یا یه سری المان‌های خاصی طراحی می‌کنن و در فضای دانشگاه یا سطح شهرهای مختلف ایران قرار دادن. مثلا من یه مجسمه دیدم که تنش کفن کرده بودن و کار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا بود اگه اشتباه نکنم، یا دانشکده هنر دانشگاه سوره باز هم به خاطر دانشجویان هنری که بازداشت شده بودن تصویرشون رو پخش کردن، شعار اعتراضی می‌دادن و حمایت میکردن. یا دانشکده هنر دانشگاه مشهد روی پایه‌های نقاشی اومده بودن تصویر کسانی که اعدام شده بودن رو قرار دادن و طناب داری قرار دادن و اون پایه نقاشی رو مثل حالت چوبه دار در واقع تبدیل کردن و اینجوری یادی کردن از کسانی که اعدام شده بودن. یا حتی من یکی دوتا تصویر دیدم دقیقا یادم نیست کدوم دانشگاه بود که اون در ورودی کلاس درس رو با رنگ قرمز خونی کرده بودن. به هر حال خیلی از این کارهایی که میکنن که کار دانشگاه‌های هنری هستش اعتراضشون رو نشون میدن و خیلی خوبه. به هر حال از تواناییشون دارن استفاده میکنن، هرچند که همونطور که خانم احمدی پور عزیزم گفتن عواقب داره، عواقبش هم سنگینه، ممنون کاری میشن یا تعلیق میشن یا بازداشت میشن، ولی خب به هر حال راهی هستش که توی این راه همه در کنار هم هستیم. اما اگر که بخوایم از نظر قانونی نگاه بکنیم، من حالا اگر اون بخش اعلامیه جهانی حقوق بشرش هم بذاریم کنار که ماده 18ش داره نقض میشه، ماده 20ش داره نقض میشه، بحث اینه که الان رسیدیم به جایی که حتی قوانین داخلی خود کشور هم داره نقض میشه. یعنی ما الان اصلا کاری با اون ارزش گذاشتن و اهمیت دادن به اون کنوانسیون‌های جهانی که امضا شده یا اون اعلامیه جهانی حقوق بشری که قبولش دارن و اینا اصلا کاری با اون ندارم. بحث اینه که الان به جایی رسیدیم که حتی قوانین داخلی که خودشون نوشتن و تهیه کردن رو هم متاسفانه به خاطر منافعشون دارن زیر پا میذارن. من خیلی صحبت کردم، ببخشید. میکروفون در اختیارتون. خانم نامین عزیز بسیار کامل بود و برای ادامه صحبتاتون من به یک موضوع دیگه هم برخوردم که اعتراض هایی که به این شکله به شکلی به نفع خودمون صلح آمیزه یه بخش مثبت دیگه داره که حکومت نمیتونه به اون شکل سختگیرانه که مفسد فعل ارز محاربه یا هر چیزی این حکمهایی رو که به افرادی که تو خیابونن و به طور مستقیم اعتراض خودشون رو اعلام کردن یه همچین حکمهایی رو نمیتونه به همچین مدل اعتراضایی بزنه و میشه گفت که یکم دستشون رو میبنده که هیچ وقت نمیتونه بگه که کسی که اومده مثلا چارنویسی کرده یا مثلا میدونین خیلی دستشون رو بیشتر میبنده و
باعث میشه که اون شخص یه امنیت نسبی داشته باشه یا حتی خیلی مخفیانه بتونه مثلا شعار نویسی اون کارشو انجام بده. و اینم یه بود مثبت دیگه این مدل اعتراضه. خانم ولیزاده عزیز، مایک در اختیارتونه. سلام عرض و درود پروان، خیلی ممنون که ما رو در اختیار قرار دادین. خانم احمدی عزیز، داشتیم در مورد اعتراضاتی که هنرمندان میکردن و به صورت صوت‌آمیز هستش صحبت میکردیم و اینکه نمیشه که مثلا به افرادی که دیوار نویسی میکنن حکم مفسد فی‌الارض رو داد. من میخوام اینطور بگم که توی حکومت ایران حتی کسی که نفس هم میکشن توی این شرایط الان ایران، یعنی حکم مفسد فی‌الارض رو نمیدن، محاربه با اسلام و اینا هم میدن. مثلا برای مثال یکی از افراد معترض که گارد ریپ رو جا به جا کرد و حکم اعدام رو بهش بکنن دادن و کسانی بودن که مثلا امامه ترانی کرده بودن که حکم اعدام رو بهشون داده بودن و کسانی بودن که حتی به قول معروف فیلم برداری کرده بودن و فیلم های اعتراضات رو داشتن به اینها حکم فساد فی‌الارض و اینکه داشتن محاربه با اسلام میکردن رو دادن به دلیل اینکه فکر میکنن که پراکنده شدن این فیلم ها و انجام دادن این فیلم ها باعث میشه که جامعه به هرج و مرج بیفته و این یک کار مخالف با جمهوری اسلامی و با حکومت اسلامی هستش. یعنی شرایط توی ایران به جوری وحشتناک هستش که شاید خیلی از معترضین که رفتن اعتراض کردن که کلن ناپدید شدن و هیچ اثری ازشون نیست، نه معلومه که بیمارستان هستن نه معلومه زندان هستن و هیچ اثر و هیچ نشونه ازشون نمونده، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ اخطاری و هیچ چیزی فرزندان جامعه رو همینطوری به قول معروف از پدر مادرشون میگیرن. خیلی ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادیم. ممنون از توضیحات شما. دقیقا درست میگین. در ادامه صحبتتون بگم وارد بوده آدمی که توی خیابون دورانی که شکلات میدادن تو خیابون یا با نوشته گرفتم اگه همچین حکمای ساده شده. ولی همچین خانم باجلان گفتن یک سری کار هست، یه مدل اعتراضی هست که تو به طور مشخص جلوی اون شخص مثلا چه میدونم پلیس یا حالا هر کسی نیستی و به طور رو درون اعتراضتو بیان نمی کنی. مثلا اون کسی که میاد نمایش انجام میده یا حالش میتونه در دید کسی نباشه، یه چیزی بکشه رو صورتش، فیلمش هم پخش کنه، اون پیام خودش رو رسونده، اعتراضش رو کرده، ولی خب به این راحتی نمیتونن اون شخص رو پیدا کنن. یا اون کسی که دیوار نویسی میکنه دیوار نویسیشو میکنه میره. اگر که گیر حکومت بیفته پیدا بشه، شناسایی بشه که مشخصا همه این حکم بهش میخوره، ولی موضوع اینه که این اعتراضشو انجام بده و پیدا نشه. و مشخصا اگر که پیدا بشه، اگر که شناسایی بشه تمامی این حکم براش هست، همه این اتفاقا براش میفته، چه بسا کارهای کوچیکتر از اینا اگر انجام بدن حکم سنگین براش هست. ولی خب خوبی این مدل اعتراض اینه که اون دیوار نویسی یا مثلا آبنماهایی که گفتین رنگش عوض شده، یا حالا برای مثال اینها پیام خودش رسیده، اون شخص دریافتش کرده، ولی پیدا کردن اون کسی که مسئول بوده این کار کرده یا حالا هر چیزی، این یکمی سخته و اگر که پیدا بشه مشخصا این خطر رو برای اون شخص هم هست. و مرسی از صحبت و نظرات همگی دوستان. دوستان برای ادامه بحثی هست صحبتی دارید؟ اگر که نه، ساعت 26 دقیقه هم هست، فکر میکنم میتونیم جلسه‌مون رو به پایان برسونیم. بنده که فکر میکنم صحبتی ندارم.
بسیار عالی، مرسی از دوستان، مرسی از همراهیتون، واقعا وقت خوبی داشتیم، تبادل نظر بسیار عالی بود و اگر که موافق باشین جلسه رو به اتمام برسونیم. بسیار عالی. من مونا احمدی پور جلسه دی ماه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان رو در ساعت 27 دقیقه به پایان میرسونم. مرسی از همگی که همراه ما بودین. ممنون و شب خوبی داشته باشین.